به نام خداوند جان و خرد. هموطنی عزیز، دوستان و بینندگان برنامه نگین هویت، سوگمندانه برنامه ای هفته ما ویژه نامه ایست به مناسبت مصیبت و فاجعه انسانی ولسوالی ارگوی بدخشان. فکر میکنم همه هموطنها در جریان این رویداد فاجعه بار قرار دارند که قلب و ذهن و وجدان بشریت تکان داد. به کدامین افقی فاجعه فریاد کنم، به کدامین افقی فاجعه فریاد کنم، داستانی وطنم را که غم‌انگیز شده است. بدخشان و همه افغانستان در سوگ برادران و خواهران و کودکانشان که حدود 2700 آخرین آمار و ارقامی که من این صبح از بی‌بی‌سی گرفتم به زیر خروارها خاک سیاه بی کفن و بی دفن جا به جا هستند و این به نام گوری دستجمعی شهدای آب باریک ارگو مسمى می شود. این یگانه فاجعه برای بدخشان و بدخشانیان نیست. بدخشان در طول تاریخ نشیب و فرازهای زیادی داشته. همچون گوری دستجمعی که امروز از فاجعه لغزش زمین شاهد استیم، سالیانی بر بگردیم که چگونه فرزندان رشیدی بدخشان دسته دسته اعدام می شدن و به گورهای دستجمعی سپرده می شدن. که چند سال قبل گوری دستجمعی دشت قراغ که یک چند روز هیاهوی شد و پس کسی به فکرش نشد، به خاطر که بدخشان ملتهب است، بدخشان درداگین است، بدخشان محروم است و من در ویدیویی که در آخر این برنامه خدمت شما میگذارم فاجعه بدخشان بر روایت تصویر که 5 دقیقه است، امیدوارم بعد از ختم برنامه همتنان ببینن که چگونه زمین دهن باز میکنه، کوها میلغزه و قیامتی برپا میشه. که این قیامت وقتی که دیروز من ناگهانی با این خبر برخورد کردم و خبری بود که فوری از طرف بی بی سی که گفته بود که 2500 نفر در این فاجعه جان دادن، من شوکه شدم، به خاطر که 15 سال قبل همین امین گونه مصیبت در رستاق و شهر بزرگ بدخشان و ولایت تخار یا بدخشان قدیم صورت گرفته بود که در او هم 5000 انسان مظلوم همین گونه زیر آوارهای خاک آواره و ایده در بدر و یتیم و بیچاره شده بود. چون ما فیلمی از او تهیه کرده بودم و او را در تاجیکستان به نمایش گذاشته بودم در روز کودک مصادف بود و محفلی که ما گرفته بودیم با نمایش و فیلم آنقدر تراژید بود که تمام تالار از خرد و کودک همه میگرستن. مرا به یاد بود یک خاطره تلخ انداخت، باور بکنین که ما تا این لحظه حال و مجالی که به شکل نرمال صحبت کنم ندارم و امو ویدیوی زلزله را خواستم که امشب تا ساعت 3 بجه ادیت کنم، متاسفانه نتونستم و کوالیتیش تا حدودی خوب نبود. به هر حال این فاجعه را ما امروز
به این مناسبت به دوستا مطرح کردیم که این حوادث یگانه نیست، همیش ای در بدخشان و در برخی از ولایت کشور بیچاره و مظلوم ما گاهگاهی از اتفاقات البته به این عمق پهنانی صورت بگیره. چند هفته ای که گذشت ما شاهد سیلاب ها و زلزله هایی در صفات شمال و در برخی دیگر نقاط کشور بودیم، و یا هر روز فاجعه ای که ما در دیگر نقاط کشور میبینیم، در جنوب عزیز میبینیم، فرزندانی که به خاک خون کشیده میشه، انتحاری میشه، کشته میشه، همه این مصیبت ها است. ولی امروز صحبت ما سری بدخشان است که هارون راون میگه کسی از عرش گریان میتکاند، کسی از عرش گریان میتکاند، و مثل توت انسان میتکاند. خدا غمنامه امروز خود را، خدا غمنامه امروز خود را به تقدیری بدخشان میتکاند، به تقدیری بدخشان میتکاند. و یا با پیری گرامی میگه که بدخشان سوگوار و زار و حیران، بدخشان سوگوار و زار و حیران، به روح خسته و وضع پریشان، بریزد خون غم از دیدگانش، بریزد خون غم از دیدگانش، شده طوفان به ارگوی عزیزانش. امروز واقعا آنگونه ای که قیامت تعریف کردن، قیامت در ارگوست. آن که میگویند جهان کن فیکون میشد و همه چیز بر هم میخورد، امروز در بارکاب بدخشان اتفاق افتاد. زمین ها کوها لغزید و به زمین فرو رفت. تصور فاجعه را شما خود به ذهنتان بسپارید. اما این برنامه ای هست که ما چه باید بکنیم، و ما کسایی که تا حدودی از این مصیبتی حوادث طبیعی، از جنگ و تا حدودی از گرسنگی و بیپناهی فارغ هستیم، هرچند دغدغه های بسیار بزرگتر و تشویش و رنجی دوری از وطن داریم و در قفس های گویا خود ساخته محصور هستیم، هرچند سیمین باشه یا زرین باشه. اما ما چی میتونیم بکنیم جز نوحه سرایی، جز فریاد؟ نه هموطنی عزیز، من فکر میکنم ما باید برای قسم حوادث و پیوندی انسانی و بیولوژیکی که با وطن خود داریم، با هموطنهای خود داریم، در امو خاک زاده شدیم، از آب هوای و خاک تنفس کردیم، وجدان ما، ضمیر ما بخوایم نخوایم، هرچند خود دی بازی میتن که برو برادر دیگه تو چیره قصه وطن هستی، ولی ما بالاخره انسان هستیم، وجدان داریم. وطن ما نی، بدخشان ما نی، بالاخره انسانی یک منطقه، انسانی یک مظلومی که به او هیچ کس ترحم نمی کنه. ما هم یادسه اگر در افریقا هم باشه، در اسرائیل هم باشه، امی تأثیر داریم، اما تأثیر بیشتری ما از این هست که اینا امکانات دارن، جهان با اینا هست، غوغاها هست، اما با همی عمق فاجعه تا حال هیچ حرکت انسانی و درسته سازماندهی نشده. ما در این برنامه دوستایی که برنامه های مرا از دو سال بیش تعقیب میکنن، ما بارها سر این مسئله گفتیم و حتی سال گذشته سفری داشتم که راه آورد سفر دوستا دیدن، همین موضوعات مطرح کردیم که برادرها بیاین ما به فکر ازی باشیم که
همچو عوادیسی که پیش میاد، ما چطور مهاجرین و به اصطلاح گریزه هایی که در هر کشوری هستیم به شکل انفرادی و به شکل جمعی به دور خانواده و فامیل خود میچرخیم، چطور دلمون میتپه که چطور بتانیم کمک بکنیم. و این کمک ما گاهی میرسه گاهی نمیرسه و این درست و سازنده نیست. من معتقد بودم و گفتیم در این برنامه های خود که بیاین یک چیزی خود جوش بسازیم و آماده امیتر حوادث باشیم و غیر از این ما بتانیم پروژه های را ایجاد بکنیم، کمک های را از مؤسسات بگیریم. جوان هایی داریم که انگلیسی میخوان، فرزند هایی داریم که دلشان با این وطن میسوزن، اما کو گوش شنوا؟ حتی حرفت نمیشنون. گاهی من حیرت میکنم که ضمیر ما، وجدان ما، بالاخره تعلقات گذشته ما چه شد؟ ما چرا همه چیز به مادیات چسبانده و حتی احساس انسانی خود در بدل یک دلار در روز ما نمیپذیرم؟ من یقین دارم اگر ما بخوایم ماهی یک دلار، سال $10 به یک ارگانی که ایجاد بکنیم، ما میتونیم بسیار کارهای بزرگ بکنیم. در همین موضوعی که من امروز میخوایم صحبت بکنم، من از تجربه رستاق قصه کرد باشم. سالی که من 1992 در تاجیکستان بودم، همین قضیه اتفاق افتاد. ما مکتبی داشتیم، روزی کودک تجلیل میکردم با 1000 نفر و امون روزی تجلیل کودک ما به روز ماتم کودک تبدیل کردیم. فیلم از قسمت اول زلزله رستاق بود. بیشتر عرض کردم که تالار همه 1000 نفر میگیرست و تلاش کردیم که تمام مراجع بین المللی را جلب توجه شده بکنیم با قضیه. از امی امریکا سرای صدید خداوند خیرش بوده با $100,000 آمد. با انجمن ما، ما با اوش کمک کردیم داخل افغانستان را آمد. با ابوالفضل خلیلی از بنیاد ریلیف به افغانستان، افغانستان ریلیف، ما مشوره کردیم با او و او کاری، یک کاری ماندگار کرد در اونجا که منطقه زلزله خیز باید تعویض شود، تبدیل شود. باز این حادثه اتفاق میفته در امو رستاق. زمستان یک زلزله مدهش شد، خانه ها را همه خراب کرد در امو جوش زمستان، ولی کسی فکر اساسی برش نکرد. دو ماه بعدش در بهار در ماه حمل باز زلزله بدتر از او شد و همه منطقه را به خاک خون برآور کرد. امی آدم رفت با امو پول هایی که از لس آنجلس برده بود یک منطقه ای زمینایش خرید و مردم امو آسیب دیده توزیع شد و به نام پروژه مهاجرین لس آنجلس یاد میشه. ما امروز همین نظر میخوایم داشته باشیم که اگر ما چارقرانی همین لحظه بخوایم جمع‌آوری بکنیم و این را ببریم، شاید هیچ دردی را دوا نکنه. شاید بر یک روز یک دو روزی کاری را میگه سرش کس دیده پاک کردن چه حاصل، علاجی کن کس دلم خون نیاید. ما باید به فکر چاره اساسی باشیم. ما امروز همین موضوع را گیج ماندیم که از کجا شروع کنم، چی بگویم. فقط تصمیم وی هست که از دوستا بشنویم، از هموطنهای گرامی بشنویم که بالاخره ما کاری را باید شروع بکنیم که دوستا چی نظر میتن. تلفون ها در اختیارشان است، 760-798-2312 و تلفونی که در سکرین تلویزیون میبینین 760-613-7076. ما امروز میخوایم هموطنهایم در این برنامه سهم بگیرن، نظر بدن. بالاخره ما دردی مشترک خود فریاد بکنیم. ما پیش از اینکه هموطنی زنگ بزنه، چیزی که باید من در اول میگفتم که تسلیت خود و خانواده و دوستان نگین هویت با
و فرد فرد مصیبت رسیدگان بدخشان و آورگان بدخشان و سیلاب دیدگان ولایت شمال سرپل، جوزجان، شبرغان، فاریاب و هر نقطه آسیب پذیر کشور و خلقهای امروز ما که لقمه نانی ندارند این تسلیت به اونا عرض میکنیم. در بابی چیز دیگه که میخوایم پیش از اینکه دوستا بخواین دوستا میتونن هر لحظه که خواسته باشن زنگ بزنن. موضوعی دیگه که بسیار برای ما هم مایه سرور بود و هم مایه درد و رنج، درد و رنج به این که واقعا این عمق فاجعه بسیار وسیع بود، جوانای ما را بسیار متاثر ساخت. در این دو روزی که ما با فیسبوک از صبح تا دیگر مصروف هستم و با تلفن های دوستا و با ایمیل ها، در فیسبوک یک غوغایی است، یک فریاد است. هر کسی میبینیم، کودک و زن و طفل و پیر مردی ابراز تسلیت میکنه. بدخشان با تو هستیم. و ای همین گونه ای که ای فاجعه را مردم عزیز ما، بخصوص نسل چیز فهم، نسل جوان ما به ای آگاهی رسیدن و از خیری تکنولوژی سراسر فیسبوک گفتم ماتم بود، درد و رنج بود. و همین گونه که در مصیبت های کشور در فیسبوک انعکاس بسیار وسیع داشت، در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ما هم بر انتخابات هم دیدیم که مردم نقش بسیار اساسی رفت، مردم کارت به استخوانشان رسیده، مردم از این سیستم، از این نظام و از این مناسبات غیر انسانی شدید ناراحت هستند. از این چور، چپاول، بیدادگری، از این ثروت های بادآورده ای که از خون همی مردم به دست میارن، به دست آوردن. اما ببینید که اندکترین احساسی ندارن. حالا که بزرگوار ما گفتند که توانگرا دل درویش خود به دست آور، توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزنی زر و گنج و درم نخواهد ماند، توانگرا دلی درویش خود به دست آور که مخزنی زر و گنج و درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند بزر، بدین رواق زبرجد نوشتند بزر که جز نکویی اهلی کرم نخواهد. اما این توانگر، او توانگری دیروز و پارینه و که بخش ازی در فرهنگ ما انعکاسی داشت، با همه این توانگرا از کجا به دست آوردن این پول ها را، ولی زیر تاثیر فرهنگ عیاری و جوانمردی و ترحم و دلسوزی ما قرار داشتن. این فرهنگ گوشنبیخ ما بر سرمایه‌داری که ما داشتیم، چی نوپا و چی کسی که از آبا و اجدادش را ویراث برده بود، این فرهنگ داشت که در این مصیبت ها پیشگام شد. به یادت بیمارا و مجروحین در شادی مردم، در غم مردم سهم میگیرن، دسترخوان باز داشته باشه، با مسافرین دروازه های میمونخانه هایش باز باشه، در همه چیز ممتاز باشه. اما امروز کسایی که پیسه پیدا کردن، چی کسایی که از خارج رفتن با فرهنگی که از خارج بودن، متاسفانه فرهنگی بیباوری، فرهنگی که فقط برن چور کنن پس دوباره بیان به کشورهایی که در او زندگی میکنن. ما هزارها نمونیش داریم
و خود مادرمی آمریکا و درمی کالیفرنیا افراد اشخاصی تو دارم که زمانی رفتن یا خیش و تبارشان رفتن و ثروتها را آورده امروز در عیش و عشرت زندگی میکنه. این از پولی کی هست؟ از پولی همون کسی است که باید بر از اون مثل فاجعه رستاق باید برش سرپناهی ساخته میشد، باید پروژه برش احداث میشد که او میتونست از این زیر بار کوه لغزنده نجات داشته باشد. البته در برنامه هایی که من این یکی دو روز تعقیب کردم کارشناسا سر مسائل ارضی و مسائل ژئوپلیتیک و موضوعات دیگه صحبت های بسیار زیادی داشتن، واقعا هم دردآور بود و هم آموزنده. پس برمیگردیم با فاجعه رستاق، که در رستاق ما چی بیشتر عرض کردم که تقریبا یک ده بیشتر اتفاق افتاد. مردم چی درس گرفتن؟ مردم با قیمت جان هزاران فرزندشان را درس گرفتن که باید در مناطقی که تصور میکنن کنار کوههای لغزنده هست، هرچند پیش بینی زیبسار مشکل است، تا حد خود مسئول مسانی یا فرار کنن. یک راه دیگه یه می بوده که مردم همون محل و منطقه خود به شکل انفرادی ترک کردن و هر کس به هر جای آواره و در بدر شده. این که در دیگر جایی که می روند اینا نه پولی دارن، نه زمینی دارن، نه معاشی دارن، نه دیگر چی با چی حالت زندگی دارن. و یک کسی اسکان این مردم در این مناطق زیر تپه ها و جاهای لغزنده و در معرض سیل قرار داشته را حمل بر گویا کم عقلی و کم فهمی مردم میکردن که خودش یک مصیبت دیگه هست. وقتی که آدم سیر جابجایی کوچ ها و اسکانی نخستین مطالعه میکنه، هر جایی که در یک کنار کوی دره چشمه آبی بوده مردم اونجا تجمع کردن و با امکانات ابتدایی اونا چیز خود در اونجا حیات شروع کردن. ای که امروز جهان به کجا رفته و امروز بشر در فکر تسخیر دیگر کرات هست، اما ما سیر قهقرایی داریم از هر جهت، از نظر فکری، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از همه. ما پیشتر عرض کردم که از دوستان میخواییم نظر بدم، اما فکر میکنم که دوستان نمیخواین که صحبتی بکنن و این مصیبت یا آنقدر مصروف هستن که نمیتونن این برنامه ها را ببینن و ما بینندهی که باید از ورای این اموال داشته باشیم شاید نداریم. به همه حال پیشتر ما از فیسبوک یاد کردم. بله، امروز خوبترین وسیله تجمع مردم، وسیله تعاطی و تبادل افکار مردم، وسیله به همرسی و هم شریکی و همدردی مردم فیسبوک شده. ما برنامه های در فیسبوک از مرز 2000 بیننده گذشته. وقتی که به فیسبوک میرسم، وقتی که در به اصطلاح آنلاین هستم، مجالی را ندارم. و همین دیروز یک دوستی که از افغانستان همیشه تماس میگرفت و بدبختانه من نمیتونستم، فضای فیسبوک برقمیست که باید چت کنی و چطور است و خوب است و این مجالی گپ نیست،
حاضر نمیشنم. اما منظورم از این مقایسه ای هست که ما باز هم در فیسبوک بیننده داریم و دوستانی که در فیسبوک برنامه های ما را میبینن. ما امیدوار هستم که این برنامه چون پس از نشر در فیسبوک گذاشته بشه، اونا با یک روحی آرام، با یک فرصت مناسبی که دارن، این موضوع مطروحه ای را که من خدمتشان عرض کردم که ما چگونه بتونیم دین خود در این بخش ادا بکنیم و از عمق فاجعه به اندازه پریکاهی هم اگر بتونیم در کاهش از او سهم بگیریم، بازم موفق هستیم. توضیح دیگه ای که در قضیه آبی باری که کوکچه داشتیم دیگه. بله هموطن گرامی بفرمایید. میکنم از ورجینیا. بله جناب فکرت هستین؟ ما قدیری فطرت. قدیری فطرت بله، رئیس سابق دی افغانستان باک. خوش آمدین فطرت سبب محترم. سلامت باشین جناب یافیدی سید. من صحبت های بسیار عالی شما را شنیدم و میال پروگرامتان لایف تعقیب کرده میرم. اولا قبل از همه ما مراتبی تسلیت که خدا به قربانیان حادثه اخیر در قریه باریکا و ارگو تقدیم میکنم. ممنون شما دیگه. و همچنان برای تمام کسایی که جام شهادت نوشیدن، برای از و از بارگاه رب العزت جنات برین التجا میکنم و برای بازمانده های از و صبر جمیل و حوصله مندی استدعا میکنم. واقعا بسیار دردآور است که مردم عزیز. بله سب. بله بله سب. ببخشن که خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما صدای شما رو میشنویم. بله ببخشن که من حرفای شما رو باز به تکرار میشنویم. من ایفم که شما تلویزیون خیلی چی کنین؟ از امی چی استفاده بکنین؟ باش که خیلی تلویزیون رو چی کنم. بله 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 شما به هر حال من واقعا بسیار غمگین شدم که بایی هموطنهای عزیز مظلوم و غریب و بیچاره ما در قریه باریکا و ارگو که ما قریه را رفتیم و اونجا سفر کردیم و با مردم های مهمان نوازی از اونجا ما قبلا دیدیم، حالی من میبینم که اکثریت مطلقی از اونجا در زیر انبوهی از خاک و کوه و به اصطلاح آوار باقی ماندن. من چندین تقاضا دارم. اولا ای که ما تقاضای من افهم که تقاضای ما ببوشی ناشنوی سردمدارانی رژیم حاکم در کابل میرسه یا نمیرسه. اولا خود تقاضای ما ایست که عملیه نجات با تمام قوت به جستجوی به اصطلاح کسایی که امکان نجات یافتنشان است ادامه بتن و این عملیه را پایان یافته تلقی نکنند. پیدا شدن یک طفلی معصوم دیروز نشان داد که هنوز امکان زنده ماندن یک تعداد از هموطنان ما در زیر آوار باقی است. باید عملیات نجات
تا نقطه ای که ممکن است برای چندین روز آینده باید ادامه پیدا کنم. ما شنیدم که جناب والی سیبی بدخشان در صحبت هایشان تقاضای نماز جنازه قائمانه کردن. این خوب بسیار خوب یعنی، اما امیدوار استم که به این معنا نباشه که خدای نخواسته عملیات جستجو پایان بیافه. متاسفانه جناب فکرت صاحب، متاسفانه عملیات پایان یافته اعلام کردن و امیر به نام یک گوری دست جمعی مسما ساختن که من پیشتر عرض کردم و اوباما تسلیت گفت. اما مسئله اساسی اگر این کارم که نمی کنن، خب امی فاجعه بار دیگه هم تکرار شده. در استاق من این گپ شد که حتی یک مکتب با 400 شاگردش که 24 معلم تا امروز زیر امو آوارهای بزرگ قرار گرفته. اما حداقل برای بازماندگانی از اینا یک فکر بکنن و امید تو مناطق باید مردمش به یک جای دیگه کوچ بتن، با وزیر زمینه اسکانی که پارا فراهم بکنن. ببخشید که من در خلال حرفای شما حرفای شما بسیار معقول. شما خو متاسفانه که اگرچه من نمیخواستم به لحظات تراجیک و لحظات غم و اندو از کسی گله کنم، اما متاسفانه که تا حالی به جمهور افغانستان حتی حاضر نشده که مصاحبه مطبوعاتی بوده و حتی شما شنیدین که به جمهور امریکا و اکثری کشورها تسلیت عرض کردن، چون مقیاسی به اصطلاح بربادی و تباهی به اندازه بوده که بسیار در چندین سال اخیر به نظیر است. اما تا هنوز رئیس جمهور افغانستان نه مصاحبه کرده نه کدام تسلیت به قربانی های از این حادثه داده. اونا باید به برادرای ناراضیشان به او در امید جوار امی منطقه او وزیر طالبی را که با دو تا هلیکوپتر با شان شوکت میارد دفن میکنند. در قضیه سربازایی که 21 نفری که در کنر شهید شدند حتی یک پیام نداد و متاسفانه گله نیست که باید او را محکوم بکنیم و وجدانی ندارند. او دولتش و دولت مرداش فقط اونا به فکر ازی هستند که چطور تقلب بکنن، چطور چور بکنن، چپاول بکنن و این ملت به خاک خون بکش کنن. بلکل، یعنی ما به این بسیار متاسف هستم که رئیس جمهور یک ملت بله برابر همه افراد ملت خود باید مسئول باشه. چی مصیبت در هر جایی از افغانستان عزیز واقع میشه. بله، مصیبت است واقعا. ملت افغانستان همش عزیز است. ما تمام مردم افغانستان واقعا دوست داریم، در هر گوشش باشه. ما بس اطراف و اکناف افغانستان سفر کردیم، از تمام مردم افغانستان عزت و مهمان نوازی دیدیم. همه مردم افغانستان مستحق کمک هستند، مستحق یاری هستند. در هر جایی که مصیبت میشه باید اول کسی که میشته و حکومت باشه. بله، متاسفانه سوالی در رأس حکومت ما از بزرگای حکومت چیزی به نام تسلیت نشنیدیم و تر موقع یک چند وکیل و یک هیئتی به اونجا سفر کرده و بعد از 24 ساعت کمتر از 24 ساعت عملیات هم پایان یافته اعلان کردن و جریان جستجو برای کسایی که احتمال زنده بودنشون باقی میمانه گیرم توقف دادن. در مورد اسکان یاری عاجل به کسایی که بی خانمان شدن، زن و مرد و طفل و یتیمایی که اکثرا اعضا و اقارب نزدیک خود پدرها و مادرهای خود از دست دادن، برای از اونا به جای اینکه خیمه به عاجل رسان نشه، تا کنون کدام نشانه ای از کمک های عاجل دولت که عبارت از خیمه باشه، غذا باشه، لباس باشه، مواد خوراکی باشه، تا کنون کدام نشانه از اون به چشم نمیخوره. واقعا یک آلتی
عجیب و غریبی است که آدم ایران میمانه. مثل که ما چند روز پیش جنابایی که در دیگه نقاط کشور در فاریاب آمد، در سلیمان، در بازگیت آمدن، هنوز بسیار این مردم به استثناء یک کمک ناچیزی که بعضی مؤسسات امداد رساندن، طالب شکل کمیته ملی استقرار به صورت وسیع کدام اقدامی نکرده. ما باز هم میخواییم که به کمیته ملی استقرار که در رسید جناب آقای خلیلی قرار دارند، ما برای از اونا اعلان کنیم که عاجل و کمک از مردم بشتابند، برای از یا خیمه، دارو، غذا، لباس و غیره برای از یا برسانند. و همچنان ما از هموطنانی عزیز خود در امریکا، از افغانای عزیز ما در هر کجای امریکا که از توقع ما ایست که عاجل دست به کار شوند و به یک نقطه ای که اگر شما این مسئولیت با عهده میگیرید، تلویزیون شما با عهده میگیره، هر کس به اندازه ای که توان داره کمک های خود هم بفرسته. و می شما اگر امی صدای افغانستان امی پروگرامی نگین هویت اگر این مسئولیت با عهده میگیره، همه افغانای عزیز ما یک آدرس بتین، کسی چک داره چک بفرسته، کسی که کردیت کارت داره کردیت کارت خود بده، کسی که دیبیت کارت میده بده. کمک عاجل افغانای عزیز ما را تقاضا میکنم که این فاجعه فاجعه همه ماست. ما بالاخره نه تنها افغانا را، حتی دیگه مردمی هم که صدای ما را میشنون و از امی تقاضا و از امی فراخان اطلاع پیدا میکنن، اونا هم کمک های خود بکنن. ما به نظرم بهتر است که به زبانهای دیگه هم چیز نشر شوا و به شکل یا پامفلت یا به شکل اعلامیه. و تلویزیون های افغان های ما که تلویزیون آریان افغانستان است یا تلویزیون پیام افغان است یا هر تلویزیون نور است یا هر تلویزیونی که در اینجا هست، امیدوار هستم که اونا هم دست به کار شوند و افغان ها تشویق کنند که این فاجعه فاجعه بسیار بزرگ است و این فاجعه به کمک یک تا و دو تا و پنج تا شده نمیدارد. این فاجعه را همه افغان هایی که ما در اینجا هستیم، در کانادا هستیم، در اروپا هستیم، همگی باید دست به کار شوند، خصوصا کسایی که در امریکا هستند و در کانادا هستند. هر قدری که میتونیم کمک های عاجل باید جمع شوند و این کمک ها ابتدا برای کمک های عاجل فرستاده شود، بعدم با مشکلی که بیشتر شما از جنابی از خواهر محترم سریا صدیق یادآوری کردین که ما البته با ایشان آشنا هستیم و همچنان از دوستی دیگه ما که جناب خلیلی سید یادآوری کردین که زمین خریداری کردن، در این قسمت هم توقع نیست که از این پول دولت افغانستان فکر نمی کنم که در قسمت اسکان مجددی از یا در یک جای مسون کدام اقدام کنه. ما شنیدم چند قبل فرمانی نشر شده، رئیس جمهور برای خود قصوی در نظر گرفته و برای خود آشپز و معاونی آشپز و بسیار عالی و بازیگارد و تمام ترتیباتی که یک رئیس جمهور برحال داره برای خود تعیین کرده و از میالی بسط امریکا در امی روزایی که مصیبت در چندین ولایت افغانستان سیلاب هزارها هزار هکتار زمین است زیر آب کردن، رئیس جمهور افغانستان برای از وا یک تسلیت نگفته، یک سفر به منطقه نکرده، ولی زمین شب روز یک فرمان صادر کرده که برای خود این قصری داشته باشه و آشپز، معاونی آشپز، بادیگاردهای متعدد، معاشی بسیار عالی، معاش برای تمامی چیز، تمام مصارف منزلش، همه چیزهایی که برای یک زندگی لکس و آسوده در نظر گرفته میشه یاره برای خود فرمان داده. اما متاسفانه که در صدد دمقدر وقت هم مصیبت هایی که در دیگه نقاط کشور شده، ما یک تسلیت از زمان به جمهور متاسفانه من خوش شخصا نشنیدم. اگر شما شنیده باشین نمیفهم خدا کنه دیگه گفته باشم. یک تسلیتی با عرض معذرت تک تسلیت خشک و خالی فرمایشی جایی رو نمیگیره، مثل که تکبی کردن، ولی عمل باید مهم است. ما تقاضای ما ایست که به تمامی کسایی که در این ولایات که سیلاب زده زمین های از اینا دولت کمپنسیشن بپردازه، معاوضه بپردازه، کود به تبری از یا حاصلاتی ها که از اینا
خراب شده، کمک های بین المللی ایجاد کنند، کمک خو کم نیست همی لحظه. بله، ولی در مورد خاصتا در مورد از این فاجعه بزرگی که در بدخشان رخ داده، ما بازم عاجز صدا میکنیم که حکومت برای اسکان مجددی از یاد زمین فراهم کنه در یک نقطه خوب، مثل که پیشتر شما یادآوری کردین، ما با شما کاملا هم نواستیم و من دیگه وقت زیادی پروگرام شما را نمیگیرم. خواهش میکنم، بازم مراتب تسلیت و همدردی خود به هموطنهای عزیز خود هم در ولایات سرپل، فاریاب، بادغیس، جوزجان و غیره نقاطی که سیلاب زده و همتنان ما را شهید کردن، زمین هایشان از بین بردن، خانه هایشان بری از و و باز خواهد بودن به این سیلاب کسایی که کلن قربانیان قریه آبباری که ارگوی بدخشان تقدیم میکنم، برای تمامشان بنده گناهگار دعا میکنم و از تمام هموطنان عزیز خود تقاضا میکنم که دلسوزانه برای از یا کمک های خود بفرستن. تشکر از فرصتی که با من جناب جناب فکرت سب یک عرض داشتم خدمت شما. واقعا شما یک انسانی با درد و یک انسانی هستین که با شهامتی که داشتید امی فسادی که بود از سطح برادر رئیس جمهور افتاد تا سطح برادر معاون رئیس جمهور و دزدی ها و خرد و برد هایی که در کابل بانک شد و سرانجام شما مجبور شدین وطن ترک کردین، همه می دانند که شما با یک وجدان پاک دست به اقدام شجاعانه زدین. ما از شما خواهش دارم که ما از دیروزی که امی مسئله اتفاق افتاد، ایده از دوستان ما که در این شهر که هستیم زندگی میکنن همنوایی نشان دادن و پیشنهاد از ایره کردن که ما یک کمیته اضطرار به وجود بیاریم و شما هم از شما هم تقاضا میکنیم که افتخار ببخشین برای ما در این کمیته هم شما از ایره بگیرین. ما عضویت کمیته اضطرار قبول میکنم و در این مورد ما یک فلایر هم چاپ میکنم در اینجا در برژینیا به دوکان ها تقسیم میکنم و به مسجد مصطفی و مسجد های دیگه که در اینجا هستن به اونا هم تقسیم میکنم که اونا هم اگر بتانند کمک های خود سازمان بتن. تنها امقه که ما چیزی را که میخواییم یک مرکزی امداد رسانی ایجاد شوه که اگر مسئولیت شما با عوضه میگیرین، ما خدمت شما عرض کردیم که ما بشورتی یک آدرس برای ما بتویم که کمک ها به کجا فرستاده شوه که ما امورا در فلایر خود چاپ کنیم و بجا چیک ها و بجا فرستاده شوه اگر کدام نمبری کریدیت کارت به زودی کدام جایی که تلفونی که کردیت کارت ها را مردم به اوجا چی کنه یا کدام ویب سایت خوی اگر زمان را کار داره، ولی حداقل این چی داره شما معلومات ها را برای من بتین. من تا جایی که امکان است در ورجینیا این کار را میکنیم و دیگه دوستای زیادی دیگه هستن در نیویورک که اونا هم خدا کنه اگر صدای ما را بشنون، اگر نشنون من تلفون های یکی دادشان هم و یکی دادش تلفون میکنم که اونا هم همین موضوع را ما بین دوستا بگن، خصوصا به جنابی حاجی شب اکبر امام مسجدی امام نیویورک. بله اونا هم دمی قضیه اونا آدمی بسیار با درد، بله دمی قضیه رستاک اونا تشریف آورده بودن و در یک محفل ما مشترک کردن که ما ویدیویشون هم داشتیم. امرایی بسیار انسان با درد هستن، با اونا هم در تماس میشیم که کمک ها هرچی عاجل جمع شوه، چون ولو که یک قطره قطره بالاخره دریا میشه و آهسته آهسته یک دردی را از مجموع دردهای مردم یک دردی را بالاخره میدوام میکنه. ما امیدوار هستیم که هموطنان ما مستحق ثواب، یعنی خداوند در هر کمکی که اونا به این فاجعه میکنن و به قربانیان از این فاجعه، به کسایی که اونا هیچ لباس هایشان هم میالی ببینین بود ندارن، اطفال پاپوش ندارن، لباس کافی ندارن، اگر چیزی هم لباس در خانه هایشان بود حالی زیر خاک بود همش، ولی مواشی تمام امکانات زندگی شد، بسیار هایشان از دست دادن، بسیار ها تفلال یتیم شده،
زنا بیشوهر شدن، مرد ها زنا و اطفال. از اون وقت برای سوال نیست که مردم میشنم. بله میشنم، یک کمک بلند که گپ بزنیم میشنم، یا میتونیم با تلفونی دیگه هم یک کمک صدایتون پخش است بلندتر گپ بزنیم میشنم. بله بله میشنم. بله 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 میشنم. بله $5,000 بله. $5,000 حدوداً $5,000 آورده بود. متاسفانه اینجا هست، امی پیشتر هم جناب قدیر فکرت رئیس سابق در افغانستان بانک بسیار صحبت دقیق کردن. امی را کی بکنه از رئیس جمهوری که به اصطلاح امروز در غم قصر بر ساختن قصر و نوکر و دیگه و دیگه بر خود است و در زمین ما صحبت سرازی کردیم که باید خود ما چی ابتکاری بکنیم. بله که هفت محیط زیست است و هفت پوشش روی زمین است.
بله بله مناطق کجاها در معرض خطر است. من یک نمونه مثال برای شما بگم که مثلا مثال 99 در اونجا که برای کمک رسانی رسته بودیم، یک قریه ای در روستا اگر نامش فراموشم نشده باشه، قریه سریجوی میگفتن. بله بله مسئله یا او پیشتر ما گفتم. بله بله راست میگه. ما مرز منبی بود که به مصرف 50,000 دلار همی اوی چشمه انتقال داده شد به دشت، به مجرد که یه او در اونجا رسید مردم به خانه سازی در اونجا شروع کرد و احتمالا که امروز مقریه کاملا از چه بود کرده باشه رسته باشن در ساحه اموار. و این یک تدبیری است که پیشندی که مثلا لغمش صورت بگیره و یک قریه از بین برنامه باید که تو مطالعات صورت بگیره و جایی که در معرض خطر است و مردم قبلا آقایی بتن یا خود مردم خود به جای مسئول بتشارن و یا از که کمک های صورت بگیره امکاناتی برای از ما میاسر شده که اونا از اون منطقه در منطقه مسئول جای به جای شدن. بله فرموده شما کاملا دقیق است. شما از وقتی که تو مصیبت ها مردم درگیری تو مصیبت های بزرگ شدن در اون وقت به حساب غمخوری خالی یک دردی مردم را دوخ نمی کنه. ایلاج اساسی است که بیشتر این موضوع زیادتر مسئولین و ادارات که به این راستا کار میکنند در خدمت یا سکشناسی مناطقی که آسیب پذیر هستند باید توجه صورت بگیرند و تلاقی قبل گرفته شد. بله سر. بله کسایی که به این حادثات از بین رفتن و فامیلایشان غمدار هستند و در شریکی و تسلیت خود عرض می کنم و تشکر از شما که تو برنامه را دایر کردیم که همتنا اگر بتانند به حدی توانشان همه کس یک دستیاری به این مردم های مصیبت رسیده ما دراز کنند کار نیک خواهد بود. دیگه تشکر از برنامه شما، برنامه بسیار زیاد خوب به مورد و بجای مطرح کردیم. ما هر مرجع و هر چیزی که هر جایی که بتانه ای کمک ها را به صورت سالم به مردم برسانه فقط توان خود حاضر هستیم کمک که میتونه بکنیم. تشکر جناب انجینر سپهفیض پریانی، یک جان ممنون شما و شما هم در این جمله کمیته که ما تا حال تقریبا 7-8 نفر شده که خوشبختانه دو خانم هم در کمیته با ما داوطلب شدن که مونیسا جان دانش است و نوروزی جان بدخشی و امیدوار هستم که همی تعداد زیاد شده بره و هدف ما این هست که ما بتونیم اینمی کمیته را خود جوش با وجود بیاریم برای وقایع بعدی غیر از خدای ناخواسته با وجود میه و همی فرموده شما که ما بتونیم همی ما شما تماس بگیریم که اونا همی
بیاقین کاری که دولت متاسفانه نمیکنه در پهلوی یک دلسوزی نداره و که ریاستی به نام مبارزه با حوادث است و چی و چنان است که پیشتر جناب فطرتم به او اشاره کردن. ما و از تجربه تاجیکستان مقصه کردم که ما کاری که میکنیم بیشتر جلب مؤسسات باید بکنیم. هر کس در هر جای امکاناتی داره، همین پروژه ای که مسئله شما آب گفتین که ما مثلا آب به یک دشت برسانیم یا یک منطقه را به اصطلاح کمک بکنیم که اونا اسکان شوند و از همین جایی که خطرزا هست و زلزله خیز است، لغزش زمین هر سال میشه در این مناطق و در دیگه مناطق افغانستان در مجموع. دیگه تشکر از همکاریتان، از صحبتتان و از شریک ساختن تجربه شما. یک جان ممنون شما از صحبتتان و از وقتتان جناب پریانی صاحب. تشکر از شما. خداحافظ شما. دوستان گرامی، واقعا صحبتایی که دو برادر عزیز ما، یک از لس آنجلس جناب پریانی صاحب بودن و از ویرجینیا جناب رئیس عبدالقادر فطرت، که اینا هم هر دو تجربه دارن، هر دو این منطقه را دیده بودن و انجینیر صاحب بیشتر صحبت کردن سر آسیب پذیری منطقه که چطور هست و تجربه خودشان که چطور با 50,000 دلار تونستن در یک دشت هموار زمینه آب برای مردم فراهم بکنن و مردم خودشان آمدن با دست خالی بیچاره با عرق جبینشان از پخصه به اصطلاح خانه ساختن. یعنی مردم ما به این حالتی هستن که پخصه را یک تعداد هموطنها شاید نفهمند، گل بالای گل ماندن و از او به عوض خشت استفاده کردن، خانه ای که به اصطلاح در اصل امروز حیثیت یک مغاره داره، مغاره را داره. و همین انتقاداتی که در بخش دولت شد، متاسفانه همین دولت با همه امکاناتی که داره، همه مؤسسات بین المللی که هست، چون دلسوزی نیست، همه مردم در فکر عزیز که چه قسم میتونن هر پروژه را بسازن و از یک نمونه ارائه بکنن یک سمپل و دیگه پول با همون مؤسسات شریک بسازن و در دزدی ایره. ما خودم در یک برنامه گفتم خدمت شما که من چند سفری که پارسال داشتم رفتم دیدم در بسیاری جا که پروژه های ساخته شده، رفتم یک جایی که مثلا دستگاه هست، یک ماشین هست، یک چیزای دیگه هست، این برای چی هست؟ والا ما یک وقتی یک پروژه چی داشتیم، یک پروپوزال گرفته بودیم، اینا قدر پیسه گرفتیم، هر کسی که مسیرندم فقط یک چور یک اوراق جور کنن و اگر همین پروژه ها به صورت درستش تطبیق میشد دلسوزی می بود. امروز باور بکنید که بسیاری از مصائب ما کمتر میشد. خدمت دوستای گرامی، امی عرض مایی هست که واقعا هر کس هر امکاناتی که داره با امین نمراتی که ما خدمت شما عرض کردیم و بازی را به فیسبوک میمونیم، بیشتر جوانا و دوستا در فیسبوک همکاری را خواد کردن که ما هر کس از هر مجرایی بتونیم کمک های بین المللی جذب کنیم و خودمون یک دلار، پنج دلار، ده دلار، هر چی که به حساب قدرت مالی من هست، توانی مادی ما هست، ما در این پروژه سهم بگیریم. ما خدمت شما ما عرض کردم که این پروسه دوام داره، هر کس میتونه در این کمیته که ما ساختیم و در حال ساختن است، در حال تشکل هست، هر کس از هر نقطه افغانستان، از هر نقطه دنیا میتونه در این سهم بگیره، عضو از این شوه و وبسایتی که بخیر ساخته خواهد شد که با کمک شما ساخته میشه. من وبسایت ساخته نمیفهمم، نه فاندریزینگ میفهمم، هیچی را نمیفهمم، ولی فقط میتونم که سازماندهی بکنم. هنری من فقط امی هست که دوستا همیشه با ما میگن که تو یک هنری در سازماندهی که خوشبختانه من دوستایی که مرا میشناسن میدونن که ما دست خالی در تاجیکستان انجمنی ساختم، شورای زنایی ساختم، مکتبی ساختم که یک مکتبی نمونه در سطح کل تاجیکستان بود و مجله به نام فرهنگ آریانا در تاجیکستان که هیچ خط فارسی رواج نداشت. کارهایی را که ما انجام دادیم جز افتخارات زندگی ما هست که اولادای ما باید با او افتخار بکنند و حالی هم میخواهیم در این آوان زندگی یک کار ابتکاری دیگه داشته باشم که اینمی کمیته ایجاد شود که همه مردم در او سهم بگیرند، خودشان سهم داشته باشند، کمکی که میشه، پروژه‌ای که ایجاد میشه در منطقه نفر بره. این ضرور نیست که هر لحظه من برم زیر پرده تلویزیون خودم نشان بدم برای مردم بگم که من هستم که اینی کارو کمک کارم میارم. نه برادر، من یک فردی هستم که وظیفه انسانی خود انجام میدم. کمیته های در
خودی ولایت افغانستان امید خود جوش باید ایجاد میکنیم که زمینه های از این فضل خداوند وجود داره و مردم کسایی که کمک میکنن از طریق حساب این کمیته یک سنت خود باید بفهمن که کجا مصرف شد. ما عرض کردم بارها که ما میدانیم که مردم ما بسیار دلسوزی دارن. هر باری که ما یتیمی را در زمستان میبینیم پای لچ است و ما در زیر سقف نرم و آرام زندگی میکنیم، مگر ما از اون مردم نیستیم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ اما ما هم حق داشتیم، حق داریم که به یک تعداد، البته یک تعداد بسیار محدودی که از این مسائل استفاده های سوء کردن و میکنن، مثل که در افغانستان به نام انجوهای اینوان ساخته میشه، ساختن و در این بیرون هم میکارار شدن که مردم بیباور شدن که ما با چه مشکل پول پیدا میکنیم. به یک ساعت به خاطر 8 دلار ما سر یک پای استاد میشیم و این حق دارن که از این مصرف خود، از این پولی که میتن مطمئن شوند. و من مطمئن هستم، با خدا ایمان دارم که اگر ما امی کمیته خود جوشد موفق شویم بسازیم، بخصوص جوانا را دیگه زیادتر نقش بتیم. خوشبختانه در امی کمیته که فعلا است یوسف جان داودی نظر از امی سندیاگوی ما یک جوانی بسیار نازنین است که خودش به ابتکار خودش به نام دانش آریانا یک پروژه ساخت و در همین منطقه ارگو 2 سال پیش ای رفت یک کلینیک ایجاد کرد. خوشبختانه این قسم جوانا هم ما در این کمیته داریم که از تجربه استفاده میکنیم و این کمیته ما امیدوار استم که به بسیار زودی انشالله، چون به یک نیت خیر و به یک شکلی که همه گیده ای خود میبینن این آغاز به کار میکنه، این کاریست که ما بازی را برای جوانا انتقال میدیم و این انشالله دوام میکنه که یک پیوندی، نه تنها پیوندی مادی بلکه پیوندی معنوی نسل جوانی بیرون کشور با داخل کشور است. که ما در رابطه با انجمن خراسانیانی که در افغانستان ایجاد شده و 5000 عضو داره و مصاحبه ای داشتم تنظیم کرده بودم که اونا چه قسم جوانای خارج با اونا کمک میکنن. در امون داخل افغانستان برای زیاد ماهانه $10 مردم کمک میکنن و $700 از این اعانای جمع‌آوری میشه، اینا دفتر و کارای خود انجام میدن. اما هم شروع کردن به کمیته امداد رسانی که ما با کمک با اونا که اونا در داخل افغانستان هستن با اونا این کارا را هماهنگ میسازیم و اینجا هیچ گونه هدف شهرت طلبی و خدای ناخواسته که ما گفتم با شرف و وجدانم ما سوگند یاد میکنم که از هر سمت شما سیانت بکنم و بتانیم که همچو پروژه های را ایجاد بکنیم و همیل از اگر بتانیم ما یک فندریزینگ خوبتر بتانیم که کمک به مردم به صورت عاجل شما، که البته در آینده پروژه های را با همکاری شما با کمک شما میتونیم که انجام بتیم. از یک دست صدا برنمیه ما و این تنها یک نمونه نیست. در همین بدخشانی که ما صحبت از این میکنیم که امروز مورد نظر ما هست، البته این پلان ها و پروژه ما در سر تا سر افغانستان است. خوشبختانه ما از برکت امی دموکراسی نیم بندی که آمده بود و به اصطلاح وزش نسیم دموکراسی و رسانه های جمعی، ما میبینیم که بین مردم افغانستان واقعا یک صمیمیت و وحدت به وجود آمده. شما در فیسبوک میبینین بدخشان یک دهشت نشان میده، سرخ داغ دیده، کل افغانستان سیاه و نشته میکنن که ما همه این مردم افغانستان در غم تو شریک هستیم. هر صفحه فیسبوکی را که شما ورق میزنین به می دو روز فقط مسئله بدخشان است، مسئله مصیبت است، مسئله همدردی و همنوایی است. این یک نویدی بسیار خوب هست که ما کمک های مالی ما را به پیوند معنوی بیشتر پیوند بده و این کمیته به خاطر این ضرورت هست. چند جهت، چند دلیل است. یکی دلیل مادی و معنوی و انسانی و کمک رسانی هست. یکی مسئله پیوند بیشتر عرض کردم که کسانی که در بیرون هستند با داخل، با مخاطر کمیته را ما نامش پیوند گذاشتیم. یک پیشنهاد است البته که اگر اعضای کمیته قبول بکنن، کی پیوند
پیوند معنوی هم باشه و بتونیم همیشه این در استمرار باشه. اسرائیل ها را ببینین از مدت هاییست که اینا همیشه بیلیونرهایی که در اینجا با وجود نسل رسل با وجود آمدن، اما رابطهشون با وطنشون، با وطن فرهنگیشون، با وطن مذهبیشون وجود داره. ما چرا این توانایی را نداشته باشیم؟ ما بسیار امکانات در صد تا سر دنیا داریم. گفتم پیشتر براتون که ماهی یک دلار اگر ما بتونیم کمک، چرا نمیتونیم؟ به دلیلی که ما همیت یک بنیاد نداریم. این گپی هوایی نیست. کسای دیگه که این کارا را توانستن، ارگانیزمی درست ساختن، ارگانایزیشنی درست ساختن، همه چیز حساب دی بوده، همه چیز مشوره بوده، فردگرایی، محورگرایی، منطقه گرایی این گپا نبوده. و از اون وقت بله میشنم، یک کمک بلند که گپ بزنیم میشنم، یا میتونیم با تلفن دیگه هم یک کمک صدایتون پخش است بلندتر گپ بزنیم میشنم. بله بله میشنم. خوب شد؟ بله 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 میشنم. بله گفتم در سالهای 2000 و 1999 زلزله‌ای که به زمین لرزه‌ای که به انفرستان و چایاب متضرر ساخت ۵۰۰۰ بله. ۵۰۰۰ حدوداً ۵۰۰۰ آورده بود. بعد سوال روی بود که مردم با نسبت فقر و بدبختی که دارن سالیان سال است که اینا از پوشش نباتی روی زمین برای محروقات خود، برای مواد سوخت و پخت و بد خود از این استفاده میکنند. بله بله. لذت شدن همه پوشش نباتی روی زمین باعث ازدیاد سیلاب ها میشه که سیلاب ها در راه را پایین میاره و این تپه هایی که در اون مردم قریه ها در اونجا جای بجای شدن در زمانی میرسه که اینا دیگه استناد ندارن یا به اثر فشار خود تپه ها که استنادش از بین رفته و یا به اثر زمین لرزه ها یا می لغزن و باعث تلفات جانی و کسایی که در اونجا متوتر هستن میشن. به اینجا باید تدابیری از طرف نهادها و دولت گرفته شود که همین پوشش روی زمین حفظ شود و بدیل برای مواد سوخت مردم تدارک دیده شود که استفاده کمتر از پوشش روی زمین شود. من در اونجا بچه شم مرگوز دیدم که بارندگی شد بسیار زیاد شدید، تقریبا 15-20 نفر این بارندگی دوام کرد. ما از یک خریه و دفعه خریه دیگه می رفتیم، دفعتا یک درختی در نزدیکی ما بود، رفتیم زیر این درخت پناه بردیم از ریزش باران. بله. تا ده دقیقه از درخت بحران در زمین فرو نامده بود که جایی که زمین لج بود در اوجه بزر که 5 دقیقه آب در جریان شد و در این درخت هنوز آب از درخت نچکیده بود و ما در این درخت بودیم که ده دقیقه بود آب از درخت چکیدن گرفت و ای آبی که از درخت چکید این تا که این در زمین سیلان پیدا کنه این در زمین جذب کرد و جایی که زمین لج بود در اونجا بعد از 5 دقیقه بیرش باران در سیلاب تبدیل میشه، جریان پیدا کرد. بله. اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که این پوشش زمین بسیار زیاد کمک به این میکنه که جلوگیری از خشم بسیار زیاد سیلاب ها میکنه و تخریب سطح زمین باعث نمیشه. دیگه به اینجا باید ادارات و مؤسسات متوجه دیگه باید باشن یا بدیلی برای مواد سوخت پیدا کنن و یا هیچ که آگاهی های برای مردم بدن که کمتر از پوشش روی زمین. خب متاسفانه اینجا همی پیشترم جناب قدیر فکرت رئیس سابق در افغانستان بانک بسیار
صحبت دقیق کردن. امیر کی بکنه از رئیس جمهوری که به اصطلاح امروز در غم قصر بر ساختن قصر و نوکر و دیگه و دیگه بر خود است و در زمین ما صحبت سرازی کردیم که باید خود ما چی ابتکاری بکنیم. بله دارن مصروف از واس تمام امکانات و کمک هایی هم که صورت میگه به همو تقویه و عبادت خود به کار میبرن دفعه که ملت و مردم کمتر هستن، ولی نهاد های هست خود مردم نهاد های ادارات و مؤسساتی که در این راستا کار میکنن یک تدبیر شرعنی است که حفظ محیط زیست است و حفظ پوشش روی زمین است و دیگر برای جلوگیری از این واقعات همیاری باید مطالعاتی صورت بگیره که تا این تو واقعات دیگر صورت نگیره. او ایست که مناطق آسیب پذیر باید بله بله مناطق این که کجاها در معرض خطر است. من یک نمونه مثال برای شما میدم که بعد مثال 99 در اونجا که برای کمک رسانی رسته بودیم یک قریه ایره در رستاق اگر نامش فراموشم نشده باشد قریه سریجوی میگفتن. بله این قریه که ما راستیم این قریه در داخل یک کوه بود و مردم در اونجا جای به جای شده بودن، در حدود 60 نفر خانه بود. اینا به خاطر یک چشمه که در اونجا بود به اینجا متعادل شده بودن و از اون زمین و پیداواری و منطقه استفاده میکردن، زندگی میکردن. همین کوه بالای قریه یک درد بسیار عمیق پیدا کرده بود که مردم تشویش داشت که قریه امکان داره به اثر لغزش کوه ما از بین برویم. من همونجا یک پروپوزالی تهیه کردم، گفتم شما چرا علی کوه نمیکنید در جای دیگه نمیریم، گفت در کجا بریم دیگه، جای خواب نیستین اینجا چشمای فرد. بله مسئله یاو پیشتر ما گفتم. بله این قریه یک ساحه چهار اموار یک دشت بود، گفتم چرا در دشت نمیریم، گفت در اونجا خواب نداره ما چرا هم. بله راست میگه. ما به این فکر افتادیم که اگر همی مردم اتفاق داده شود در اون دشت و اینا برند در دشت از همی خطر اینا مسئول باقی میمانند. این موضوع را که تنشان در میان گذاشتم و گفتم شما در صورتی که او تار انتقال داده شود در ساحه انوار میرین، گفت چطور در بریم هر کسی کارا بکنه، خب ما به صبح شب ما اونجا میرین کج میکنیم در غیر از او خوش شب و روز ما در خطر هستیم. ما مرز ما نمی بود که $50,000 همی چشمه انتقال داده شد به دشت، به مجرد که یه او در اونجا رسید مردم به خانه سازی در اونجا شروع کردن و احتمالا که امروز مقریه کاملا از اونجا کوز کرده باشه رفته باشن در ساحه اموار. و این یک تدبیری است که پیش از اینکه مثلا لغمش صورت بگیره و یک قریه از بین بره باید که تو مطالعاتی صورت بگیره و جایی که در معرض خطر است و مردم قبلا آگاهی بدن یا خود مردم خود به جای مسئول بکشانند و یا که کمک های صورت بگیره امکاناتی برای از ما میاسد شده که اونا از اون منطقه در منطقه مسئول جای به جای شوند. بله فرموده شما کاملا دقیق است. شما از وقتی که تو مصیبت ها مردم درگیری تو مصیبت های بزرگ شدن در اون وقت به حساب و همخوری خالی درد مردم دوخ نمیکنه. یاد اساسی است که بیشتر این موضوع زیادتر مسئولین و اداراتی که به این راستا کار میکنند در خدمت آسیب شناسی مناطقی که آسیب پذیر هستند باید توجه صورت بگیره و تلاقی از خبر گرفته شد. بله سر بله کسایی که به این حادثات از بین رفتن و فامیلایشان غمدار هستند و در شریکی و تسلیت خود عرض می کنم و تشکر از شما که تو برنامه را دایر کردیم که هموطنا اگر بتانند به حد توانشان همه کس یک دست یاری به این مردم های مصیبت رسیده ما دراز کنند کاری نیک خواهد بود. دیگه تشکر از برنامه شما، برنامه بسیار زیاد خوب و مورد و بجای را مطرح کردیم. ما هر مرجع و هر چیزی که هر جایی که بتانه کمک ها را به صورت سالم به مردم برسانه فقط توان خود حاضر هستیم
تشکر جناب انجینر سپه حفیظ پریانی، یک جان ممنون شما و شما هم در این جمله کمیته که ما تا حال تقریبا 7-8 نفر شده که خوشبختانه دو خانم هم در این کمیته با ما داوطلب شدن که مونیسا جان دانش است و نوروزی جان بدخشی و امیدوار هستم که امی تعداد زیاد شده برای و هدف ما این هست که ما بتانیم این امی کمیته را خودجوش با وجود بیاریم برای وقایع بعدی غیر از خدای ناخواسته با وجود میاد و امی فرموده شما که ما بتانیم امی با یقین کاری که دولت متاسفانه نمیکنه در پهلوی یک دل سوزی نداره و که ریاستی به نام مبارزه با حوادث است و چی و چنان است که پیشتر جناب فطرت هم به او اشاره کردن، ما و از تجربه تاجیکستان ما قصه کردم که ما کاری که میکنیم بیشتر جلب مؤسسات باید بکنیم، هر کس در هر جایی امکاناتی داره امی پروژه‌ای که مسئله شما آب گفتین که ما مثلا آب به یک دشت برسانیم یا یک منطقه را به اصطلاح کمک بکنیم که امونا اسکان شوند و از امی جایی که خطرزا هست و زلزله خیز است، لغزش زمین هر سال میشه در این مناطق و در دیگه مناطق افغانستان در مجموع دیگه. تشکر از همکاریتان، از صحبتتان و از شریک ساختن تجربه شما. یک جان ممنون شما از صحبتتان و از وقتتان جناب پریانی سر. تشکر از شما. خداحافظ شما سر. دوستان گرامی، واقعا صحبتهایی که دو برادر عزیز ما، یکی از لس آنجلس جناب پریانی سر بودن و از ویرجینیا جناب رئیس عبدالقادر فطرت، که اینا هم هر دو تجربه دارن، هر دو این منطقه را دیده بودن و انجینیرس بیشتر صحبت کردن سر آسیب پذیری منطقه که چطور هست و تجربه خودشان که چطور با $50,000 تونستن در یک دشت هموار زمینه آب برای مردم فراهم بکنن و مردم خودشان آمدن با دست خالی بیچاره با عرق جبینشان از پخصه به اصطلاح خانه ساختن. یعنی مردم ما به این حالتی هستند که پخصه را یک تعداد هموطنها شاید نفهمند، گل بالای گل ماندن و از او به عوض خشت استفاده کردن، خانه‌ای که به اصطلاح در عصر امروز حیثیت یک مغاره داره، مغاره را داره. و همین انتقاداتی که در بخش دولت شد، متاسفانه همین دولت با همه امکاناتی که داره، همه مؤسسات بین‌المللی که هست، چون دلسوزی نیست، همه مردم در فکر از است که چه قسم میتونن هر پروژه را بسازن و از یک نمونه ارائه بکنن یک سمپل و دیگه پول با همون مؤسسات شریک بسازن و در دزدی ایرا. ما خودم در یک برنامه گفتم خدمت شما که ما چند سفری که پارسال داشتم رفتم دیدم در بسیاری جا که پروژه های ساخته شده، رفتم یک جایی که مثلا دستگاه هست، یک تعداد ماشین هست، یک تعداد چیزهای دیگه هست، این برای چی هست؟ والا ما یک وقت یک پروژه چی داشتیم، یک پروپوزال گرفته بودیم، اینقدر پیسه گرفتیم، هر کسی که مسیریدم فقط یک چور که یک اوراق جور کنن و اگر همین پروژه ها به صورت درستش تطبیق میشد دلسوزی می بود. امروز باور بکنید که بسیاری از مصائب ما کمتر میشد. خدمت دوستای گرامی، امی عرض مایی هست که واقعا هر کس هر امکاناتی که داره با امین نمراتی که ما خدمت شما عرض کردیم و بازی را به فیسبوک میمونیم، بیشتر جوانا و دوستا در فیسبوک این همکاری را خواد کردن که ما هر کس از هر مجرایی بتونیم کمک‌های بین‌المللی جذب کنیم و خودمون $1، $5، $10، هر چی که به حساب قدرت مالی مون هست، توان مادی ما هست، ما در این پروژه سهم بگیریم. و خدمت شما ما عرض کردم که این پروسه دوام داره، هر کس میتونه در این کمیته که ما ساختیم و در حال ساختن است، در حال تشکل هست، هر کس از هر نقطه افغانستان، از هر نقطه دنیا میتونه در این سهم بگیره، عضو از این شوه و وبسایتی که بخیر ساخته خواهد شد که با کمک شما ساخته میشه، من وبسایت ساخته نمیفهمم، نه فاندیزینگ میفهمم، هیچ چیز نمیفهمم، ولی فقط میتونم که سازماندهی بکنم. هنری من فقط امی هست که دوستا همیشه با ما میگن که تو یک هنری در سازماندهی که خوشبختانه ما دوستایی که ما رو میشناسن میدونن که ما دست خالی در
تاجیکستان انجمنی ساختم، شورای زنایی ساختم، مکتبی ساختم که یک مکتبی نمونه در سطح کل تاجیکستان بود و مجلهی به نام فرهنگ آریانا در تاجیکستان که هیچ خط فارسی رواج نداشت. کارهایی را که ما انجام دادیم جز افتخارات زندگی ما هست که اولادای ما باید با او افتخار بکنن. و حالی هم میخوایم در این آوان زندگی یک کار ابتکاری دیگه داشته باشم که اینمی کمیته ایجاد شود که همه مردم در او سهم بگیرن، خودشان سهم داشته باشن، کمکی که میشه، پروژه‌ای که ایجاد میشه در منطقه نفر بره. ای ضرور نیست که هر لحظه ما برم زیر پرده تلویزیون خود نشان بدم برای مردم بگم که ما هستم که اینی کارو کمکارم میارم. نه برادر، ما یک فردی هستم که وظیفه انسانی خود انجام میدم. کمیته های در خود ولایت افغانستان همین خود جوش باید ایجاد میکنیم که زمینه های از این فضل خداوند وجود داره و مردم کسایی که کمک میکنن از طریق حساب کمیته یک سنت خود باید بفهمن که کجا مصرف شد. ما عرض کردم بارها که ما میدانیم که مردم ما بسیار دلسوزی دارند. هر باری که ما یتیمی را در زمستان میبینیم پای لچ است و ما در زیر سقف نرم و آرام زندگی میکنیم، مگر از اون مردم نیستیم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ اما ما هم حق داشتیم، حق داریم که با یک تعداد، البته یک تعداد بسیار محدودی که از این مسائل استفاده های سوء کردن و میکنن، مثل که در افغانستان به نام انجوهای اینوان ساخته میشه، ساختن و در این بیرون هم میکارار شده که مردم بیباور شدن که ما با چی مشکل پول پیدا میکنیم. به یک ساعت به خاطر $8 ما سر یک پای استاد میشیم و این حق دارن که از این مصرف خود، از این پولی که میتن مطمئن شوند. و من مطمئن هستم، با خدا ایمان دارم که اگر ما امی کمیته خود جوش هم موفق شویم بسازیم، بخصوص جوانا را دیگه زیادتر نقش بده. خوشبختانه در امی کمیته که فعلا است یوسف جان داودی نظر از امی سندیاگوی ما یک جوانی بسیار نازنین است که خودش به ابتکار خودش به نام دانش آریانا یک پروژه ساخت و در امی منطقه ارگو 2 سال پیش ایرفت یک کلینیک ایجاد کرد. خوشبختانه این قسم جوانا هم ما در این کمیته داریم که از تجربه از استفاده میکنیم و این کمیته ما امیدوار استم که به بسیار زودی انشالله، چون به یک نیت خیر و به یک شکلی که همه گیده ای خود میبینن این آغاز به کار میکنه. این کاریست که ما بازی را برای جوانا انتقال میدیم و این انشالله دوام میکنه که یک پیوندی، نه تنها پیوندی مادی بلکه پیوندی معنوی نسل جوانی بیرون کشور با داخل کشور است که ما در رابطه با انجمن خراسانیانی که در افغانستان ایجاد شده و 5000 عضو داره و مصاحبه ای داشتم تنظیم کرده بودم که اونا چه قسم جوانای خارج با اونا کمک میکنن. در امون داخل افغانستان برای زیاد ماهانه $10 مردم کمک میکنن و $700 از این ایان هایی که جمعواری میشه اینا دفتر و کارهای خود انجام میدن. اما هم شروع کردن به کمیته امداد رسانی که ما با کمک با اونا که اونا در داخل افغانستان هستن با اونا این کارها را هماهنگ میسازیم و اینجا هیچ گونه هدف شهرت طلبی و خدای نخواسته که من گفتم با شرف وجدانم مسوگند یاد میکنم که از هر سمت شما سیانت بکنم و بتانیم که همچو پروژه های را ایجاد بکنیم و همیل از اگر بتانیم ما یک فندریزینگ خوبتر بتانیم که کمک به مردم به صورت عاجل شود، که البته در آینده پروژه های را با همکاری شما با کمک شما میتونیم که انجام بتیم. از یک دست صدا برنامه ما و این تنها یک نمونه نیست. در امی بدخشانی که ما صحبت از این میکنیم که امروز مورد نظر ما هست، البته این پلان ها و پروژه ما در سر تا سر افغانستان است. خوشبختانه ما از برکت امی دموکراسی نیم بندی که آمده بود و به اصطلاح وزش نسیم دموکراسی و رسانه های جمعی، ما میبینیم که بین مردم افغانستان واقعا یک صمیمیت و وحدت به وجود آمده. شما در فیسبوک میبینین بدخشان یک دقشت نشان میتد سرخ داغ دیده، کل افغانستان سیاه،
و نشته میکنند که ما همه این مردم افغانستان در غمی تو شریک هستیم. هر صفحه فیسبوکی را که شما ورق میزنین به می دروز فقط مسئله بدخشان است، مسئله مصیبت است، مسئله همدردی و همنوایی است. این یک نویر بسیار خوب هست که ما کمک های مالی ما را به پیوند معنوی بیشتر پیوند بده. و این کمیته به خاطر این ضرورت هست، چند جهت چند دلیل است. یکی دلیل مادی و معنوی و انسانی و کمک رسانی از این. یکی مسئله پیوند بیشتر عرض کردم که کسانی که در بیرون هستن با داخل، با مخاطر این کمیته را ما نامش پیوند گذاشتیم. یک پیشنهاد است البته که اگر اعضای کمیته قبول بکنن که پیوند پیوند معنوی هم باشه و بتانیم همیشه این در استمرار باشه. اسرائیلی ها را ببینین، از مدت هاییست که اینا همیشه بیلیونرهایی که در اینجا با وجود نسل رسل با وجود آمدن، اما رابطهشان با وطنشان، با وطنی فرهنگیشان، با وطنی مذهبیشان وجود داره. ما چرا این توانایی را نداشته باشیم؟ ما بسیار امکانات در صد درصد دنیا داریم. گفتم پیشتر براتون که ما یک دلار اگر ما بتانیم کمک، چرا نمیتونیم؟ به دلیلی که ما همیت یک بنیاد نداریم. این گپی هوایی نیست. کسای دیگه که این کار را توانستن، ارگانیزمی درست ساختن، ارگانایزیشنی درست ساختن، همه چیز حساب دی بوده، همه چیز مشوره بوده، فردگرایی، محورگرایی، منطقه گرایی ای گپا نبوده. و از اون وقت برای سوال نیست که میتونیم بله میشتم یک کمک بلند که گپ بزنیم میشتم، یا میتونیم با تلفونی دیگه هم یک کمک صدایتون پخش است بلندتر گپ بزنیم میشتم. بله بله میشتم. بله 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 میشتم. بله $5,000 اینا از پوشش نباتی روی زمین برای محروقات خود، برای مواد سوخت و پخت و پز خود از این استفاده میکنن. بله بله. و شدن همه پوشش نباتی روی زمین باعث ازدیاد سیلاب ها میشه که سیلاب ها در راه را پایین میره و این تپه هایی که در اون مردم قریه ها در اوجه جای بجای شده در زمانی میرسه که اینا دیگه استناد ندارن یا به اثر فشار خود تپه ها که استنادش از بین رفته و یا به اثر زمین لرزه ها یا میلغزن و باعث تلفات جانی و کسایی که اوجه متواتر هستن میشن. به اینجا باید تدابیری از طرف نهادها و دولت گرفته شود که همین پوشش روی زمین حفظ شود و بدیل برای مواد سوخت مردم تدارک دیده شود که استفاده کمتر از پوشش روی زمین شود. من در اونجا بچه‌شم مرگوز دیدم که بارندگی شد بسیار زیاد شدید، تقریباً 15 نفر 20 نفر این باردگی دوام کرد. ما از یک خریه و دفع خریه دیگه می رفتیم یک درختی به لزدیکی ما بود، رفتیم زیر این درخت پناه بردیم از ریزش باران. بله. تا 10 دقیقه از درخت باران در زمین فرو نامده بود که جایی که زمین لج بود در اوجه بزرد 5 دقیقه آب در جریان شد و در این درخت هنوز آب از درخت نچکیده بود و ما در این درخت بودیم که در خفاد آب از درخت چکیدن گرفت و این آبی که از درخت چکید این تا که این در زمین سیلان پیدا کنه این زمین جذب کرد و جایی که زمین لطف بود در اونجا
بله اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که این پوشش زمین بسیار زیاد کمک به این میکنه که جلوگیری از حجم بسیار زیاد سیلاب ها میکنه و تخریب سطح زمین باعث نمیشه. دیگه به اینجا باید ادارات و مؤسسات متوجه دیگه باید باشن یا بدیلی برای مواد سوخت پیدا کنن و یا هیچ که آگاهی های برای مردم بدن که کمتر از پوشش روی زمین. خب متاسفانه اینجا هست، امی پیشتر هم جناب قدیر فکرت رئیس سابق در افغانستان بانک بسیار صحبت دقیق کردن. امیر کی بکنه از رئیس جمهوری که به اصطلاح امروز در غم قصر بر ساختن قصر و نوکر و دیگه و دیگه بر خود است و در زمین ما صحبت سرازی کردیم که باید خود ما چی ابتکاری بکنیم. بله که دارن مصروف ادواز تمام امکانات و کمک هایی هم که صورت میگه به تطبیه و عبادت خود بکار میبرن دفعه که ملت و مردم کمتر هستن، ولی نهاد های هست خود مردم بر نهاد های ادارات و مؤسساتی که در این راستا کار میکنن. یک تدبیر شرعنیز که حفظ محیط زیست هست و حفظ پوشش روی زمین هست و دیگر برای جلوگیری از این واقعات تمیاری باید مطالعاتی صورت بگیره که تا این واقعات دیگر صورت نگیره. او ایست که مناطق آسیب پذیر باید بله بله مناطق کجاها در معرض خطر است. من یک نمونه مثال برای شما بگم که من مثال 99 در اونجا که برای کمک رسانی رسته بودم، یک قریه ایره در رستاق اگر نامش فراموشم نشده باشه قریه سریجوی میگفتن. بله این قریه که ما راستیم این قریه در داخلی یک کوه بود و مردم در اونجا جای به جای شده بودن، در حدود 60-70 خانه بود. اینا به خاطر یک چشمه ای که در اونجا بود به اینجا متعادل شده بودن و از اون زمین و پیداواری و منطقه استفاده میکردن زندگی میکردن. همین کوه بالای قریه یک درد که بسیار عمیق پیدا کرده بود که مردم تشویش داشت که قریه امکان داره به اثر لغزش کوه ما از بین برویم. من همونجا یک پروپوزالی تهیه کردم، گفتم شما چرا دیگه کوه نمیتونیم در جای دیگه نمیریم، گفت کجا بریم دیگه جای آب نیستیم اینجا چشمه پر. بله مسئله آب پیشتر ما گفتم. بله این قریه یک ساحه چهار اموار یک دشت بود، گفتم چرا در اون دشت نمیریم، گفت اونجا آب نداره. بله راست میگه. ما به این فکر افتادیم که اگر همین مردم اتفاق داده شود در دشت و اینا برند در دشت از همین خطر اینا مسئول باقی میمانند. این موضوع را که تکشان در میان گذاشتیم مرسیم شما به صورتی که همون تار انتفاق داده شود در ساحه انوار میرین، گفت چطور در بریم هر کسی کار را بکنه خب ما بسوبش ما همونجا میرین کج میبرین در غیر از او خویج شب و روز ما در خطر هستیم. ما مرز منبی بود که به مصرف 50,000 دلار همی همی چشمه انتقال داده شد به دشت به مجرد که یه هم در اونجا رسید مردم به خانه سازی در اونجا شروع کرد و احتمالا که امروز مقریه کاملا از چه پوش کرده باشه رسته باشن در ساحه اموار. و این یک تدبیری است که پیشندی که مثلا لغمش صورت بگیره و یک قریه از بین برنامه باید که تو مطالعاتی صورت بگیره و جایی که در معرض خطر است و مردم قبلا آگاهی بتن یا خود مردم خود به جای مسئول بتشارن و یا از که کمک های صورت بگیره امکاناتی برای از ما میاسر شده که اونا از اون منطقه در منطقه مسئول جای به جای شدن. بله فرموده شما کاملا دقیق است. شما از میمانن وقتی که تو مصیبت ها مردم درگیری تو مصیبت های بزرگ شدن در اون وقت به حساب و همخوری خالی درد مردم را دوخ نمی کنه. یاد یه اساسی ایست که بیشتر این موضوع یادتر مسئولین و ادارات که در این راستا کار میکنند در خدمت یاسی کشناسی مناطقی که یاسی پذیر هستند باید توجه صورت بگیرند و تلاقی از قبل گرفته شد. بله سر من کسایی که به این یاد خراب از بین رفتن و
فامیلایشان غمدار هستند و در شریکی و تسلیت خود عرض می کنم و تشکر از شما که تو برنامه را دایر کردیم که همتنا اگر بتانند به حد توانشان همه کس یک دستیاری به این مرده های مصیبت رسیده ما دراز کنند کار نیک خواهد بود. تشکر از برنامه شما، برنامه بسیار زیاد خوب و به مورد و بجای مطرح کردین. ما هر مرجع و هر چیزی که هر جایی که بتانه کمک ها را به صورت سالم به مردم برسانه فقط توان خود حاضر هستیم کمک که میتونه بکنیم. تشکر جناب انجینر حفیظ پریانی، یک جان ممنون شما و شما هم در این جمله کمیته که ما تا حال تقریبا 7-8 نفر شده که خوشبختانه دو خانم هم در این کمیته با ما داوطلب شدن که مونیسا جان دانش است و نوروزی جان بدخشی و امیدوار هستم که همی تعداد زیاد شده برای و هدف ما این هست که ما بتونیم اینانی کمیته را خود جوش به وجود بیاریم برای وقایع بعدی غیر از خدای ناخواسته با وجود میاد و همی فرموده شما که ما بتانیم همی به مؤسسات و به ادارات ما شما تماس بگیریم که اونا همی مسئولیت ها را پیش ببرن. بیقین کاری که دولت متاسفانه نمی کنه در پهلوی یک دلسوزی نداره و که ریاستی به نام مبارزه با حوادث است و چیوچنان است که پیشتر جناب فطرتم به او اشاره کردن. ما و از تجربه تاجیکستان مقصه کردم که ما کاری که میکنیم بیشتر جلب مؤسسات باید بکنیم. هر کس در هر جای امکاناتی داره همین پروژه‌ای که مسئله شما آب گفتین که ما مثلا آب به یک دشت برسانیم یا یک منطقه را به اصطلاح کمک بکنیم که همونا اسکان شوند و از همین جایی که خطرزا هست و زلزله خیز است لغزش زمین هر سال میشه در این مناطق و در دیگه مناطق افغانستان در مجموع دیگه. تشکر از همکاریتان، از صحبتتان و از شریک ساختن تجربه شما. یک جان ممنون شما از صحبتتان و از وقتتان جناب پریانی. تشکر از شما. خدا حافظ شما. دوستان گرامی، واقعا صحبت هایی که دو برادر عزیز ما، یکی از لس آنجلس جناب پریانیس بودن و از ویرجینیا جناب رئیس عبدالقادر فطرت، که اینا هم هر دو تجربه دارن، هر دو این منطقه را دیده بودن و انجینیرس بیشتر صحبت کردن سر آسیب پذیری منطقه که چطور هست و تجربه خودشان که چطور با $50,000 تونستن در یک دشت هموار زمینه آب برای مردم فراهم بکنه و مردم خودشان آمدن با دست خالی بیچاره با عرق جبینشان از پخصه به اصطلاح خانه ساختن. یعنی مردم ما به این حالتی هستن که پخصه را یک تعداد و هموطنها شاید نفهمند، گل بالای گل ماندن و از او به عوض خشت استفاده کردن، خانه ای که به اصطلاح در اصل امروز حیثیت یک مغاره داره. و همین انتقاداتی که در بخش دولت شد، متاسفانه همین دولت با همه امکاناتی که داره، همه مؤسسات بین المللی که هست، چون دلسوزی نیست، همه مردم در فکر عزیز که چه قسم میتونن هر پروژه‌ای را بسازن و از این یک نمونه ارائه بکنن یک سمپل و دیگه پول با همون مؤسسات شریک بسازن و در دزدی ایرا. ما خودم در یک برنامه گفتم خدمت شما که من چند سفری که پارسال داشتم رفتم دیدم در بسیاری جا که پروژه های ساخته شده، رفتیم یک جایی که مثلا دستگاه هست، یک ماشین هست، یک چیزای دیگه هست، این برای چی هست؟ والا ما یک وقتی یک پروژه چی داشتیم، یک پروپوزال گرفته بودیم، اینا قدر پیسه گرفتیم، هر کسی که مسیرندم فقط یک چور یک اوراق جور کنن و اگر همی پروژه ها به صورت درستش تطبیق میشد دلسوزی می بود. امروز باور بکنید که بسیاری از مصائب ما کمتر میشد. خدمت دوستای گرامی، امی عرض مایی هست که واقعا هر کس هر امکاناتی که داره با امین نمراتی که ما خدمت شما عرض کردیم و بازی را با فیسبوک میمونیم، بیشتر جوانا و دوستا در فیسبوک همکاری را خواد کردن که ما هر کس از هر مجرایی بتونیم کمک های بین المللی جذب کنیم و خودمون $1، $5، $10، هر چی که به حساب قدرت مالی من هست، توانی
مادی ما هست ما در این پروژه سهم بگیریم. با خدمت شما ما عرض کردم که این پروسه دوام داره، هر کس میتونه در این کمیته که ما ساختیم و در حال ساختن است، در حال تشکل هست، هر کس از هر نقطه افغانستان، از هر نقطه دنیا میتونه در این سهم بگیره، عضو از این شوه و وبسایتی که بخیر ساخته خواهد شد که با کمک شما ساخته میشه. من وبسایت ساخته نمیفهمم، نه فاندریزینگ نمیفهمم، هیچی را نمیفهمم، ولی فقط میتونم که سازماندهی بکنم. هنری من فقط امی هست که دوستا همیشه با ما میگن که تو یک هنری در سازماندهی که خوشبختانه من دوستایی که مرا میشناسن میدونن که ما دست خالی در تاجیکستان انجمنی ساختم، شورای زنایی ساختم، مکتبی ساختم که یک مکتبی نمونه در سطح کل تاجیکستان بود و مجله به نام فرهنگ آریانا در تاجیکستان که هیچ خط فارسی رواج نداشت. کارهایی را که ما انجام دادیم جز افتخارات زندگی ما هست که اولادای ما باید با او افتخار بکنند. و حالا میخوایم در این آوان زندگی یک کار ابتکاری دیگه داشته باشم که اینمی کمیته ایجاد شود که همه مردم در او سهم بگیرند، خودشان سهم داشته باشند، کمکی که میشه، پروژه‌ای که ایجاد میشه در منطقه نفر بره. ای ضرور نیست که هر لحظه ما برم زیر پرده تلویزیون خودم نشان بدم برای مردم بگم که ما هستم که اینی کارو کمکارم میارم. نه برادر، ما یک فردی هستم که وظیفه انسانی خود انجام میدم. کمیته های در خود ولایت افغانستان همین خود جوش باید ایجاد میکنیم که زمینه های از این فضل خداوند وجود داره و مردم کسایی که کمک میکنن از طریق حساب کمیته یک سنت خود باید بفهمن که کجا مصرف شد. ما عرض کردم بارها که ما میدانیم که مردم ما بسیار دلسوزی دارن. هر باری که ما یتیمی را در زمستان میبینیم پای لچ است و ما در زیر سقف نرم و آرام زندگی میکنیم، مگر ما از اون مردم نیستیم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ اما ما هم حق داشتیم، حق داریم که به یک تعداد، البته یک تعداد بسیار محدودی که از این مسائل استفاده های سوء کردن و میکنن، مثل که در افغانستان به نام انجوهای اینوان ساخته میشه، ساختن و در این بیرون هم میکارار شدن که مردم بیباور شدن که ما با چه مشکل پول پیدا میکنیم. به یک ساعت به خاطر $8 ما سر یک پای استاد میشیم و ای حق دارن که از این مصرف خود، از این پولی که میتن مطمئن شوند. و من مطمئن هستم، با خدا ایمان دارم که اگر ما امی کمیته خود جوشد موفق شویم بسازیم، بخصوص جوانا را دیگه زیادتر نقش بتیم. خوشبختانه در امی کمیته که فعلا است یوسف جان داودی نظر از امی سندیاگوی ما یک جوانی بسیار نازنین است که خودش به ابتکار خودش به نام دانش آریانا یک پروژه که ساخت و در همین منطقه ارگو 2 سال پیش این رفت یک کلینیک ایجاد کرد. خوشبختانه این قسم جوانا هم ما در این کمیته داریم که از تجربه ازش استفاده میکنیم و این کمیته ما امیدوار استم که به بسیار زودی انشالله، چون به یک نیت خیر و به یک شکلی که همه گیده ای خود میبینن این آغاز به کار میکنه، این کاریست که ما بازی را برای جوانا انتقال میدیم و این انشالله دوام میکنه که یک پیوندی، نه تنها پیوندی مادی بلکه پیوندی معنوی نسل جوانی بیرون کشور با داخل کشور است. که ما در رابطه با انجمنی خراسانیانی که در افغانستان ایجاد شده و 5000 عضو داره و مصاحبه ای داشتم تنظیم کرده بودم که اونا چه قسم جوانای خارج با اونا کمک میکنن. در امون داخل افغانستان برای زیاد ماهانه $10 مردم کمک میکنن و $700 از این اعانای جمع‌آوری میشه، اینا دفتر و کارای خود انجام میدن. اما هم شروع کردن به کمیته امدادرسانی که ما با کمک با اونا که ما در داخل افغانستان هستن با اونا این کارا را هماهنگ میسازیم و اینجا هیچ گونه هدف شهرت طلبی و خدای ناخواسته که ما گفتم با شرف وجدانم ما سوگند یاد میکنم که از هر سمت شما سیانت بکنم و بتونیم که همچو پروژه های را ایجاد بکنیم و همیل از اگر بتونیم ما یک فندریزینگ خوبتر بتونیم که کمک به مردم به صورت عاجل شما، که البته در آینده پروژه های را با همکاری شما با کمک شما
میتونیم که انجام بدیم. از یک دست صدا بر نمیه. ما و این تنها یک نمونه نیست. در همین بدخشانی که ما صحبت از این میکنیم که امروز مورد نظر ما هست، البته این پلان ها و پروژه ما در سر تا سر افغانستان است. خوشبختانه ما از برکت امی دموکراسی نیم بندی که آمده بود و به اصطلاح وزش نسیم دموکراسی و رسانه های جمعی، ما میبینیم که بین مردم افغانستان واقعا یک صمیمیت و وحدت به وجود آمده. شما در فیسبوک میبینین بدخشان یک دهشتشان میتد سرخ داغ دیده، کل افغانستان سیاه، و نشته میکنم که ما همه این مردم افغانستان در غمی تو شریک هستیم. هر صفحه فیسبوکی را که شما ورق میزنین به می دو روز فقط مسئله بدخشان است، مسئله مصیبت است، مسئله همدردی و همنوایی است. این یک نویدی بسیار خوب هست که ما کمک های مالی ما را به پیوند معنوی بیشتر پیوند بده. و این کمیته به خاطر این ضرورت هست، چند جهت، چند دلیل است. یکی دلیل مادی و معنوی و انسانی و کمک رسانی هست. یکی مسئله پیوند بیشتر عرض کردم که کسانی که در بیرون هستند با داخل، با خاطر کمیته را ما نامش پیوند گذاشتیم. یک پیشنهاد است البته که اگر اعضای کمیته قبول بکنن که این پیوند پیوند معنوی هم باشه و بتانیم همیشه این در استمرار باشه. اسرائیلی ها را ببینین، از مدت های سکینا همیشه بلیونر هایی که در اینجا با وجود نسل رسل با وجود آمدن، اما رابطهشان با وطنشان، با وطنی فرهنگیشان، با وطنی مذهبیشان وجود داره. ما چرا این توانایی را نداشته باشیم؟ ما بسیار امکانات در صد درصد دنیا داریم. گفتم پیشتر براتون که ماهی یک دلار اگر ما بتونیم کمک، چرا نمیتونیم؟ به دلیلی که ما همیت یک بنیاد نداریم. این گپی هوایی نیست. کسای دیگه ای که این کارا را توانستن، ارگانیزمی درست ساختن، ارگانایزیشنی درست ساختن، همه چیز حساب دی بوده، همه چیز مشوره بوده، فردگرایی، محورگرایی، منطقه گرایی این گپا نبوده. و از اون وقت بله میشنم، یک کمک بلند که گپ بزنیم میشنم، یا میتونیم با تلفن دیگه هم یک کمک صدایتون پخش است بلندتر گپ بزنیم میشنم. بله بله میشنم. خوب شد؟ بله 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 میشنم. بله گفتم در سالهای 2000 و 1999 زلزله‌ای که به زمین لرزه‌ای که به انفرستاخ و چایاب متضرر ساخت پنج هزار، بله پنج هزار، حدودا پنج هزار آمارده بود. بعد سوال روی بود که مردم با نسبت فقر و بدبختی که دارن سالیان سال است که اینا از پوشش نباتی روی زمین برای محروقات خود، برای مواد سوخت و پخت و پز خود از این استفاده میکنن. بله بله. لذت شدن همه پوشش نباتی روی زمین باعث ازدیاد سیلاب ها میشه که سیلاب ها در راه را پایین میاره و این تپه هایی که در اون مردم قریه ها در اونجا جای بجای شدن در زمانی میرسه که اینا دیگه استناد ندارن یا به اثر فشار خودی تپه ها که استنادش از بین رفته و یا به اثر زمین لرزه ها یا می لغزن و باعث تلفات جانی و کسایی که در اونجا متوتر هستن میشن. در اینجا باید تدابیری از طرف نهادها و دولت گرفته شود که همین پوشش روی زمین حفظ شود و بدیل برای مواد سوخت مردم تدارک دیده شود که استفاده کمتر از پوشش روی زمین شود. من در اونجا بچه شم مرگوز دیدم که بارندگی شد بسیار زیاد شدید، تقریبا 15 نفر 20 نفر این بارندگی دوام کرد. ما از یک خریه و دفعه خریه دیگه می رفتیم، دفعه
یک درختی به نزدیکی ما بود، رفتیم زیر این درخت پناه بردیم از ریزش باران. بله. تا 10 دقیقه از درخت باران در زمین فرو نامده بود که جایی که زمین لج بود، در اوجه بزر 5 دقیقه آب در جریان شد و در این درخت هنوز آب از درخت نچکیده بود و ما در زیر درخت بودیم که تر خفاد هم از درخت چکیدن گرفت و این آبی که از درخت چکید این تا که این در زمین سیلان پیدا کنه این در زمین جذب کرد و جایی که زمین لج بود در اونجا بعد از 5 دقیقه بیرش باران به سیلاب تبدیل میشه جریان پیدا کرد. بله. اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که این پوشش زمین بسیار زیاد کمک به این میکنه که جلوگیری از خشکی بسیار زیاد سیلاب ها میکنه و تخریب سطح زمین باعث نمیشه. دیگه به اینجا باید ادارات و مؤسسات متوجه دیگر باید باشن یا بدیلی برای مواد سوخت پیدا کنند و یا هیچ که آگاهی های برای مردم بدن که کمتر از پوشش روی زمین استفاده. خب متاسفانه اینجا همی پیشتر هم جناب قدیر فکرت رئیس سابق در افغانستان بانک بسیار صحبت دقیق کردن. امیر کی بکنه از رئیس جمهوری که به اصطلاح امروز در غم قصر بر ساختن قصر و نوکر و دیگه و دیگه بر خود است و در زمین ما صحبت سرازی کردیم که باید خود ما چی ابتکاری بکنیم. بله که دارن مصروف از واس تمام امکانات و کمک هایی هم که صورت میگه به همو تقویه و حفاظت خود به کار میبرن در فکر ملت و مردم کمتر هستن، ولی نهاد های هست خود مردم نهاد های ادارات و مؤسساتی که در این راستا کار میکنن یک تدبیر شرعنی است که حفظ محیط زیست است و حفظ پوشش روی زمین است و دیگر برای جلوگیری از این واقعات همیالی باید مطالعاتی صورت بگیره که تا این دو واقعات دیگر صورت نگیره. او ایست که مناطق آسیب پذیر باید بله بله مناطق کجاها در معرض خطر است. من یک نمونه مثال رو برای شما میدم که مثلا مثال 99 در اونجا که برای کمک رسانی رفته بودیم یک قریه ایره در رستاق اگر نامش فراموشم نشده باشه قریه سریجوی میگفتن. بله. این قریه که ما رستیم این قریه در دامنه یک کوه بود و مردم در اونجا جای به جای شده بودن، در حدود 60-70 خانه بود. اینا به خاطر یک چشمه که در اونجا بود به اینجا متعادل شده بودن و از اون زمین و پیداواری و منطقه استفاده میکردن زندگی میکردن. همین کوه بالای قریه یک درد که بسیار عمیق پیدا کرده بود که مردم تشویش داشت که قریه امکان داره به اثر لغزش کوه ما از بین برویم. من همونجا یک پروپوزالی تهیه کردم، گفتم شما چرا دیگه کوه نمیکنیم در جای دیگه نمیریم، گفت در کجا بریم دیگه جای هاو نیستیم اینجا چشمای فرد. بله مسئله هاو پیشتر ما گفتم. بله این قریه یک ساحه چهار اموار یک دشت بود، گفتم چرا در دشت نمیریم، گفت در اونجا هاو نداره ما چرا هم. بله راست میگه. ما به این فکر افتادیم که اگر همی مردم انتقال داده شود در اون دشت و اینا برن در دشت از این خطر اینا مسئول باقی میمانند. این موضوع را که تنشان در میان گذاشتم و گفتم شما در صورتی که او تار انتقال داده شود در ساحه انوار میرین، گفت چطور نمیرین هر کسی کارا بکنه ما بسوبش ما اونجا میرین کج میکنیم در غیر از او خوش شب و روز ما را خطر هستیم. ما مرز ما نمی بود که مصرف 50,000 دلار همی چشمه انتقال داده شد به دشت به مجرد که یه هاو در اونجا رسید مردم به خانه سازی در اونجا شروع کردن و احتمالا که امروز مقریه کاملا از اونجا کج کرده باشه رفته باشن در ساحه اموار و این یک تدبیری است که پیشندی که مثلا لغمش صورت بگیره و یک قریه از بین برمه باید که تو مطالعاتی صورت بگیره و جایی که در معرض خطر است و مردم قبلا آگاهی بدن یا خود مردم خود
که های مسئول بکشارن و حیوانش که کمک های صورت بگیره امکانات برای از دوم یعصر شده که اونا از اون منطقه در منطقه مسئول جای به جای شوند. بله فرموده شما کاملا دقیق است. شما از وقتی که تو مصیبت ها مردم درگیری تو مصیبت های بزرگ شدن در اون وقت به حساب و همخوری خالی هیچ درد مردم دوق نمی کنه. یاد اساسی ایست که بیشتر این موضوع زیادتر مسئولین و اداراتی که به این راستا کار میکنند در قسمت آسیب شناسی مناطقی که آسیب پذیر هستند باید توجه صورت بگیره و تلاقی از قبل گرفته شد. بله سر من کسایی که به این آدسرات از بین رفتن و فامیلایشان غمدار هستن و در شریکی و تسلیت خود عرض میکنم و تشکر از شما که تو برنامه‌وار دعای کردیم که هموطنا اگر بتونن به حدی توانشان همه کس یک دستیاری به این مردم های مصیبت رسیده ما دراز کنن کاری نیک خواهد بود. دیگه تشکر از برنامه شما، برنامه بسیار زیاد خوب و به مورد و به جای را مطرح کردین. ما هر مرجع و هر چیزی که هر جایی که بتونن کمک ها را به صورت سالم به مردم برسونن تا حدی توان خود حاضر هستیم. تشکر جناب انجینر سپهفیز پریانی، یک جان ممنون شما و شما هم در این جمله کمیته که ما تا حال تقریبا 7-8 نفر شده که خوشبختانه دو خانم هم در این کمیته با ما داوطلب شدن که مونیسا جان دانش است و نوروزی جان بدخشی و امیدوار هستم که امی تعداد زیاد شده برای و هدف ما این هست که ما بتونیم اینمی کمیته را خودجوش با وجود بیاریم برای وقایع بعدی غیر از خدای ناخواسته با وجود میاد و همی فرموده شما که ما بتانیم همی به مؤسسات و به ادارات ما شما تماس بگیریم که اونا همی مسئولیت ها را پیش بگیریم. بیقین کاری که دولت متاسفانه نمی کنه در پهلوی یک دلسوزی نداره و که ریاستی به نام مبارزه با حوادث است و چی و چنان است که پیشتر جناب فطرتم به او اشاره کردن. ما و از تجربه تاجیکستان ما قصه کردم که ما کاری که میکنیم بیشتر جلب مؤسسات باید بکنیم. هر کس در هر جایی امکاناتی داره همین پروژه‌ای که مسئله شما آب گفتین که ما مثلا آب به یک دشتی برسونیم یا یک منطقه را به اصطلاح کمک بکنیم که اونا اسکان شوند و از همین جایی که خطرزا هست و زلزله خیز است، لغزش زمین هر سال میشه در این مناطق و در دیگه مناطق افغانستان در مجموع دیگه. تشکر از همکاریتان، از صحبتتان و از شریک ساختن تجربه شما. یک جان ممنون شما از صحبتتان و از وقتتان جناب پریانی. تشکر از شما. خداحافظ شما. دوستان گرامی، واقعا صحبتهایی که دو برادر عزیز ما، یکی از لس آنجلس جناب پریانیس بودن و از ویرجینیا جناب رئیس عبدالقادر فطرت، که اینا هم هر دو تجربه دارن، هر دو این منطقه را دیده بودن و انجینیرس بیشتر صحبت کردن سر آسیب پذیری منطقه که چطور هست و تجربه خودشان که چطور با $50,000 تونستن در یک دشت هموار زمینه آب برای مردم فراهم بکنن و مردم خودشان آمدن با دست خالی بیچاره با عرق جبینشان از پخصه به اصطلاح خانه ساختن. یعنی مردم ما به این حالتی هستند که پخصه را یک تعداد هموطنها شاید نفهمند، گل بالای گل ماندن و از او به عوض خشت استفاده کردن، خانه ای که به اصطلاح در عصر امروز حیثیت یک مغاره را داره. و همین انتقاداتی که در بخش دولت شد، متاسفانه همین دولت با همه امکاناتی که داره، همه مؤسسات بین المللی که هست، چون دلسوزی نیست، همه مردم در فکر از این که چه قسم میتونن هر پروژه را بسازن و از این یک نمونه ارائه بکنن یک سمپل و دیگه پول با همون مؤسسات شریک بسازن و در دزدی ایرا. ما خودم در یک برنامه گفتم خدمت شما که ما چند سفری که پارسال داشتم رفتم دیدم در بسیاری جا
که پروژه های ساخته شده، رفتیم یک جایی که مثلا دستگاه هست، یک تو ماشین هست، یک تو چیزهای دیگه هست، این برای چی هست؟ والا ما یک وقت یک پروژه چی داشتیم، یک پروپوزال گرفته بودیم، اینقدر پیسه گرفتیم، هر کسی که مسیریدم فقط یک چور یک اوراق جور کنن، و اگر همی پروژه ها به صورت درستش تطبیق میشد دلسوزی می بود. امروز باور بکنیم که بسیاری از مسائل ما کمتر میشد. خدمت دوستای گرامی، امی عرض مایی هست که واقعا هر کس هر امکاناتی که داره با امی نمراتی که ما خدمت شما عرض کردیم و بازی را با فیسبوک میمونیم، بیشتر جوانا و دوستا در فیسبوک این همکاری را خواد کردن که ما هر کس از هر مجرایی بتونیم کمکای بین المللی جذب کنیم و خودمون یک دلار، پنج دلار، ده دلار، هر چی که به حساب قدرت مالی من هست، توانی مادی ما هست، ما به این پروژه سهم بگیریم. با خدمت شما ما عرض کردم که این پروسه دوام داره، هر کس میتونه در این کمیته که ما ساختیم و در حال ساختن است، در حال تشکل هست، هر کس از هر نقطه افغانستان، از هر نقطه دنیا میتونه در این سهم بگیره، عضو از این شوه، و وبسایتی که بخیر ساخته خواهد شد که با کمک شما ساخته میشه، من وبسایت ساخته نمیفهمم، نه فاندیزینگ میفهمم، هیچ چیز نمیفهمم، ولی فقط میتونم که سازماندهی بکنم. هنری من فقط امی هست که دوستا همیشه با ما میگن که تو یک هنری در سازماندهی که خوشبختانه ما دوستایی که ما رو میشناسن میدونن که ما دست خالی در تاجیکستان انجمنی ساختم، شورای زنایی ساختم، مکتبی ساختم که یک مکتبی نمونه در سطح کل تاجیکستان بود، و مجله به نام فرهنگ آریانا در تاجیکستان که هیچ خط فارسی رواج نداشت. کارهایی را که ما انجام دادیم جز افتخارات زندگی ما هست که اولادای ما باید با او افتخار بکنن، و حالا هم میخوایم در این آوان زندگی یک کار ابتکاری دیگه داشته باشم که اینمی کمیته ایجاد شود که همه مردم در او سهم بگیرن، خودشان سهم داشته باشن، کمکی که میشه، پروژه‌ای که ایجاد میشه در منطقه نفر بره. ای ضرور نیست که هر لحظه ما برم زیر پرده تلویزیون خود نشان بدم برای مردم بگم که ما هستم که اینی کار کمک کارم میارم. نه برادر، ما یک فردی هستم که وظیفه انسانی خود انجام میدم. کمیته های در خود ولایت افغانستان همین خود جوش باید ایجاد میکنیم که زمینه های از این فضل خداوند وجود داره، و مردم کسایی که کمک میکنن از طریق حساب کمیته یک سنت خود باید بفهمن که کجا مصرف شد. ما عرض کردم بارها که ما میدانیم که مردم ما بسیار دلسوزی دارند. هر باری که ما یتیمی را در زمستان میبینیم پای لچ است و ما در زیر سقف نرم و آرام زندگی میکنیم، مگر از اون مردم نیستیم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ اما ما هم حق داشتیم، حق داریم که به یک تعداد، البته یک تعداد بسیار محدودی که از این مسائل استفاده های سوء کردن و میکنن، مثل که در افغانستان به نام انجوهای اینوان ساخته میشه، ساختن و در این بیرون هم میکارار شده که مردم بیباور شدن که ما با چی مشکل پول پیدا میکنیم. به یک ساعت به خاطر 8 دلار ما سر یک پای استاد میشیم، و این حق دارن که از این مصرف خود، از این پولی که میتونن مطمئن شوند، و من مطمئن هستم، با خدا ایمان دارم که اگر ما امی کمیته خود جوشند موفق شویم بسازیم، بخصوص جوانا را دی زیادتر نقش بتیم. خوشبختانه در امی کمیته که فعلا است یوسف جان داودی نظر از امی سندیاگوی ما یک جوانی بسیار نازنین است که خودش به ابتکار خودش به نام دانش آریانا یک پروژه ساخت، و در امی منطقه ارگو دو سال پیش این رفت یک کلینیک ایجاد کرد. خوشبختانه این قسم جوانا هم ما در این کمیته داریم که از تجربه از استفاده میکنیم، و این کمیته ما امیدوار استم که به بسیار زودی انشالله، چون به یک نیت خیر و به یک شکلی که همه گیده ای خود میبینن این آغاز به کار میکنه، این کاریست که ما بازی را برای جوانا انتقال میدیم، و این انشالله دوام میکنه که یک پیوند، نه تنها پیوند مادی بلکه پیوند معنوی نسل جوانی بیرون کشور با داخل کشور است. که ما در رابطه با انجمن خراسانیانی که در افغانستان ایجاد شده و 5000 عضو داره و مصاحبه ای داشتم تنظیم کرده بودم که اونا چه قسم جوانای
خارج به اونا کمک میکنن. در امود داخل افغانستان برای زیاد ماهانه $10 مردم کمک میکنن و $700 از این ایان هایی که جمعواری میشه اینا دفتر و کارهای خود انجام میدن. اما هم شروع کردن به کمیته امدادرسانی که ما با کمک با اونا که ما در داخل افغانستان هستن با اونا این کارها را هماهنگ میسازیم و اینجا هیچ گونه هدف شهرت طلبی و خدای نخواسته که من گفتم با شرف وجدانم مسوگند یاد میکنم که از هر سمت شما سیانت بکنم و بتانیم که همچو پروژه های را ایجاد بکنیم و همین لحظه اگر بتانیم ما یک فندریزینگ خوبتر بتانیم که کمک به مردم به صورت عاجل شود که البته در آینده پروژه های را با همکاری شما با کمک شما میتونیم که انجام بتیم. از یک دست صدا برنامه ما و این تنها یک نمونه نیست. در امی بدخشانی که ما صحبت از این میکنیم که امروز مورد نظر ما هست، البته این پلان ها و پروژه ما در سر تا سر افغانستان است. خوشبختانه ما از برکت امی دموکراسی نیم بندی که آمده بود و به اصطلاح وزش نسیم دموکراسی و رسانه های جمعی ما میبینیم که بین مردم افغانستان واقعا یک صمیمیت و وحدت به وجود آمده. شما در فیسبوک میبینین بدخشان یک دهشتشان میتد سرخ داغ دیده، کل افغانستان سیاه و نشته میکنند که ما همه این مردم افغانستان در غم تو شریک هستیم. هر صفحه فیسبوکی را که شما ورق میزنین به می دو روز فقط مسئله بدخشان است، مسئله مصیبت است، مسئله همدردی و همنوایی است. این یک نوید بسیار خوب هست که ما کمک های مالی ما را به پیوند معنوی بیشتر پیوند بده و این کمیته به خاطر این ضرورت هست. چند جهت چند دلیل است. یکی دلیل مادی و معنوی و انسانی و کمک رسانی از این. یکی مسئله پیوند بیشتر عرض کردم که کسانی که در بیرون هستن با داخل با مخاطر این کمیته را ما نامش پیوند گذاشتیم. یک پیشنهاد است البته که اگر اعضای کمیته قبول بکنند که پیوند معنوی هم باشه و بتانیم همیشه این در استمرار باشه. اسرائیلی ها را ببینین از مدت هاییست که اینا همیشه بیلیونر هایی که در اینجا با وجود نسل در نسل با وجود آمدن اما رابطهشان با وطنشان با وطنی فرهنگیشان با وطنی مذهبیشان وجود داره. ما چرا این توانایی را نداشته باشیم؟ ما بسیار امکانات در صد درصد دنیا داریم. گفتم پیشتر براتون که ما $1 اگر ما بتانیم کمک چرا نمیتونیم؟ به دلیلی که ما همیت یک بنیاد نداریم. این گپی هوایی نیست. کسای دیگه که این کار را توانستن ارگانیزمی درست ساختن، ارگانایزیشنی درست ساختن، همه چیز حساب دی بوده، همه چیز مشوره بوده، فردگرایی، محورگرایی، منطقه گرایی ایگپانه بوده. و با تسلیت مجدد به همه در زیر میلیون ها خروار خاکی که 2700 هموطن ما تو مدفون شدن و امروز اعلام شد که دیگه اینا را هیچ کسی نمیتونه از زیر آوارها بیرون بکنه یا نمیخواهند که بیرون بکنند. به هم حال در پهلوی گورهای دست جمعی که از استبداد و از آدم کشی انسان به وجود آمده امروز طبیعت هم بالای ما قهر خود از زهر خود چکاند و یک گوری دست جمعی باریکاب ارگو ما به تو و تمام شما قربانیان سری تعظیم فرود میاریم، به ارواحتان دعا میکنیم، ختم میگیریم و تعهد میکنیم که انشالله به بازماندگان شما کمک و خدمتی میکنیم تا خدا و روح و وجدان ما هم راضی باشند. تا برنامه دیگر شما را به خداوند لایزال میسپارم با امیدی پیوستنتان به این کمیته پیوند و که تلفن هایی که اینجا هست ایمیل ما ziahafizi@yahoo.com و تلفن 760 798 2312.
برنامه پس از نشر در فیسبوک گذاشتمش و همچنین فردا با وقت کالیفرنیا ساعت 7 شام دوباره تکرار میشه. روز و روزگار با شما خوش. خداوند یار و مددگار شما.